لایو قبلی من اشتباهی به جای کلمه کک میگفتم بسکت سایز، بعد اصلا این محاسبه اصلا جور در نمی اومد، یعنی من گفتم بسکت سایز، بعد بسکت سایز و در واقع چی بود اون یکی فاکتور، آره لایف تایم ولیو که با هم داشتیم مقایسه میکنیم، این دوتا عملا جفتش سود میشه و من داشتم میگفتم این دوتا با هم باشه ضرر میشه. منظورم از بسکت سایز اشتباها داشتم میگفتم کک بود، منظورم کاستومر اکوزیشن کاست بود که هی تاکید داشتم بسکت سایز. آره بعد هی حساب کردم خب همه چی داره خوب در میاد، من چه دارم میگم ضرر میکنه بیزینس، منظورم کک بود. واقعا چون انقدر بچه ها چیز نشن یه اطلاعات غلط ندیم که همینطوری شیر بشه بعد با یه نالج اشتباهی جلو برن. مرسی، واقعا ازت ممنونم از این حسن نیت اول از همه که اومدی گفتی. و مهیار محمدی اومد، آقا من شرمنده، مهیار که بزرگ مارکتینگ ایرانه، من با اجازت اومدم راجع به مارکتینگ صحبت کنم. مهیار جان اگه خواهد، من فکر میکنم 3 نفره بشه، یعنی تا حالا امتحان نکرد ولی به من گفتن تو آپدیت جدید میشه. میشه حالا هر زمانی خودت احساس کردی و مهیار هم علاقه من بود خوشحال میشیم دیگه، نکته اصلاح آقا مهیار من همه دانش ما میره زیر سوال قبول. خیلی خب آقا شروع کنیم. شروع کنیم. من یه لحظه بگم داستان از چه قرار. البته دوستانی که هستن در جریانند که در این دوره چی صحبت میکنیم، ما میخوام بین این حول هوش این موضوع صحبت بکنیم که یک دیزاینری که داره کار یو آی یو ایکس انجام میده، پروداکت دیزاینر به هر نحوی که وجود داره تو محصولات دیجیتال، چه دانشی رو بعد از مارکتینگ بلد باشه. البته این بایده ماست نیست، شده، البته اینجوری بگیم تاکید کنیم که بهتره تو لول پایین اگر مقدماتی باشین خب واقعا باید نیست، ولی اگر بخواییم پیشرفت بکنیم حتما نیازه که بلد باشین. یکی از مهمترین دلایلش هم اینه که به هر حال موفقیت یک طراحی با یک سری KPI هایی سنجیده میشه که این KPI ها به هر حال ما از مارکتینگ الهام گرفتیم و داریم استفاده میکنیم، پس در نتیجه بهتره که با این مفاهیم بیشتر و بهتر آشنا باشیم. صحنه در اختیار شماست. یکی این که سلام بازم میکنم به همه، علی ویلیام هم که سلام کرد جوابشو بدیم، سلام عرضم به خدمت که راجع به KPI که گفتی، حالا ما در زمین KPI ها تو این دوتا لایو گذشته خیلی صحبت کردیم ولی خود KPI ها نمیدیم بیم یه گریز کوچولو روش بزنیم که اصلا KPI چیه. آره KPI کلن آقا مخفف Key Performance Indicator ها هست که در واقع ما میایم نگاه میکنیم که چه ویژگی های کلیدی، چه در واقع نکات کلیدی رو باید نگاه بهشون بندازیم که ببینیم آقا ما الان ساکسسفول عمل کردیم یا نه. حالا این رو توی همه جا هم استفاده میشه، نه فقط توی دیزاین و مارکتینگ، توی حتی HR هم استفاده میشه که ببینن که مثلا یه کارمند چه جوری داره، چه پرفورمنسی داره، یه KPI هایی برای یه کارمند ست میشه، برای پروداکت هم همینطوره، برای مارکتینگ هم همینطوره. حالا یه سری KPI ها رو گفتیم، مثل چرن ریت که کاستومر چرن ریت میشه که اومدیم راجع به صحبت هم کردیم، گفتیم چه اصولی داره، یا یه سری KPI های دیگه مثل کانورژن ریت و اینها. ولی امروز حالا بشینیم یکم راجع به KPI های دیگه صحبت بکنیم. یه جورای همه KPI هایی هم که صحبت کردیم میره زیر مجموعه CRM میشه، یعنی Customer Relation Management، که حالا خودش موضوع بزرگی هم هست و یعنی یه چیزی که یه در واقع KPI های زیادی رو زیر مجموعه خودش داره، یعنی حتی همون چرن رو، لید در واقع لید مگنت و همه اینها بازم یه جورایی میره زیر مجموعه CRM، ولی نه به این صورت، در واقع لید منیجمنت میره زیر مجموعه CRM. و حالا خیلی بازش نکنم، یعنی الان نمیخوایم جلسه رو مارکتینگی بکنیم. یکی از CRM ها، کلا CRM هم بذارید توضیح بدم، CRM یعنی مدیریت ارتباط با مشتری، یا مدیریت در واقع ببینیم که مثلا چه ارتباطی داریم با مشتری برقرار میکنیم، چه جوری، چه پرفورمنسی داریم در ارتباط با مشتریامون. منظورمون هم چت کردن با مشتری اصلا نیست، منظورمون اینه که ببینیم که مشتری دستش هست دیگه، یعنی
چت کردم به اون منظور که ببینیم که چجوری داریم به مشتری پشتیبانی میدیم هست، ولی به این منظور که آقا به مشتری پشتیبانی بدیم نیست به اون صورت. در واقع ما میخوایم KPI هاش رو این وسط بررسی بکنیم و مشکلات رو پیدا بکنیم. برای مثال میخوایم بفهمیم که چقدر از در واقع مثلا مشتری های ما، مثلا یه دونه KPI داریم تو CRM، Net Promoter اسکیل اگه اشتباه نکنم، که NPS میشه. این میاد خیلی ساده چی رو بررسی میکنه با این KPI، میاد بررسی میکنه که اصولش هم اینه، بذار اصولش رو بگم. اصولش اینه، میاد یه سری کار برهامون، مشتری هامون رو در واقع یه فوکس گروپی باشون میسازیم، حالا مثلا 10 نفر 20 نفر هر تعدادی، و جلوشون یه سروی میذاریم، یه سوالی ازشون میپرسیم. سوالش هم اینه، میگیم اگر قرار باشه مثلا همون فلایتیو رو به یه نفر معرفی بکنی، از بین مثلا 1 تا 6 و در واقع مثلا 6 تا 8 و 8 تا 10 چه عددی رو در نظر میگیری برای مثلا معرفی کردن فلایتیو به دیگران، که در واقع هر چی عدد بالاتر باشه این بهتره، یعنی هر چی به 10 نزدیکتر باشه این بهتره. این کیفیت جناب، من یه دفعه نکته بگم. یکی این که مارز شعبان علی این NPS رو خیلی خوب توضیح داده و مدل تو وبسایتش هست، حالا حتما اگر سرچ بزنین NPS چیز کلا احتمالاً اولین لینک متممه و میتونه صرف در قالب پرسشنامه هم ارسال بشه و مثلا افراد پر بکنن. یه نکته دیگه میخواستم بگم این که اینجا این نکته به اون ریفرالی که اوایل اشاره میکردی هم خیلی ربط داره دیگه، یعنی اینکه اون طرف هم گفت میخواستم ببینیم که مثلا اصطلاح هم میگن کی فاکتورش چقدره، چقدر نرخ این که باز نش بشه چجوریه. ما از NPS میتونیم تقریبا به یه جنبندی برسیم که اون کی فاکتوره چقدره. یه جورایی آره، ولی یه تفاوتی با رفرال داره. توی رفرال ما رفرال پروگرام بهش میگیم در واقع، یا رفرال مارکتینگ. توی اون ترغیب میکنیم کاربر، یعنی با انگیزه دادن بیشتر کاربر رو ترغیب میکنیم که این کار رو انجام بده. توی شاخص NPS دیگه کاربر رو ما ترغیب نمیکنیم، ما میخوایم ببینیم که کاربر اصلا چه، مثلا وقتی صحبت اپل و سامسونگ میشه دیگه دیدیم چه فایتی شکل میگیره دیگه و مردم چه جوری راجبش صحبت میکنن، و اون شاخص NPSشون نشون میده که چقدر مردم با خواسته خودشون، مثلا میگن اپل خیلی برند خوبیه، گوشیهای خوبی میزنه، و بدون اینکه اپل بیاد مثلا به اینا در واقع مثلا جایزه ای بخواد بده. تفاوتش با رفرال اینه، ما NPS وقتی میخوایم بسنجیم میخوایم ببینیم که چند درصد آدم هایی که الان از مثلا محصول اپل یا فلایتیو یا هر کس دیگه دارن استفاده میکنن، چند درصدشون حاضرن این رو مثلا به دوستای خودشون معرفی بکنن. خیلی هم ساده است، میگه آقا اگر 8 تا 10 احتمال اینکه معرفی بکنن خیلی خیلی زیاده. در واقع من دیگه حالا با همون آقای شعبان علی که گفتی سایت متمم.com اگه بچه‌ها برن، نه تنها در این زمینه، در زمینه هر چیزی که دلشون بخواد به نظر نالج خوبی کسب می‌کنن، هر چیزی که به دیزاین و مارکتینگ و کلا این چیزا ربط داشته باشه، رشد شخصیت تا عرضم به خدمت. که بعد اگه میان میگن آقا اگه مثلا از 6 تا 8 بود، اینها کسایی هستند که یه جورای بی‌تفاوتن و مثلا شاید خیلی آتشی برای بیزینس نداشته باشن، و اگر زیر 6 بود، یعنی 1 تا 6 بود در واقع، یه جورایی زیر 6 بود دیگه، اینها کسایی هستند که ممکنه اصلا جلوی این که دیگران از محصول ما استفاده کنن رو هم بگیرن. یعنی کسایی هستن که حالا اصطلاحاتش دقیقا یادم نمیاد، حالا بگیم مثلا ناراضیان یا همچون چیزی، حالا اگه کسی اصطلاحش دقیقا یادشه خوبه که بگه. اینا کسایی که ناراضی ان یه جورایی از سرویس ما، اونقدی که باید در واقع خوششون بیاد خوششون نیومده، و تو با این قشنگ متوجه میشی که چقدر تونستی کاربرهات رو رضایت رو درشون ایجاد بکنی از استفاده از سرویس ها. و این شاخص NPS که یه بخشی از همون CRM کاستومر ریلیشن منیجمنت، عرضم به خدمت که کاستومر لویالتی رو داریم که حالا میسنجیمش، و اونم باز یه بخشیه که اونم تقریبا یه همچون چیزیه که یه جورایی با همون سروی و اینا دوباره اینم اتفاق میفته، و اون هدف اینه که فقط حالا بیان بفهمیم که چقدر اصلا لویالتی دارن نسبت به برند، که مثلا در واقع چقدر عرق دارن به این برند، و هم مثل NPS ولی در یک بعد دیگه نگاه میکنه، به جای اینکه نگاه بکنه که به چند نفر معرفی میکنن، نگاه میکنه که چقدر حاضرن با مثلا برند وای بمونن و
اینا شاخصهایی که بازم تو هم متمم دات کام خیلی راحت همشون پیدا میشه، مطالعه کردنشون ایناش خیلی خوب میشه. که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم میشه Customer Loyalty Level CLL اگه اشتباه نکنم، که لول لویالتی کاربرا رو بازم با همین میزان بسنجن. عرضم به خدمت که یکی دیگه هم مواردی که هم که گفته بودیم همون Customer Churn Rate بود، بازم اینا هم میاد جز همون KPI های خیلی اصلی که خیلی راجبش صحبت کردیم. عرضم به خدمتت که یه KPI دیگه داریم به اسم CSL Customer Satisfaction Level. اینجا میای ببینی که علاوه بر اینکه حالا چقدر به تو لویاله، چقدر به تو مثلا چقدر تو رو رفر میده به دیگران، چقدر اصلا خودش راضی، یعنی این رضایت قلبیش چیه نسبت به محصول تو. و اینا همشون فرمولای متفاوتی داره که باید بخونیم کامل تا متوجه بشیم. خیلی سخت نیست، ولی بازم همون صحبتی که کردم این فرمولا بهترین حالتش اینه که اتومیت انجام بشه که در واقع ما همش نریم سراغش اشتباهی انسانی به وجود بیاد. مثل سری پیش که خودمون صحبت میکنم اشتباهی یه کلمه ای رو میگفتیم که اصلا اون کلمه اونجا ربطی به موضوع ما نداشت اون لحظه و جزء شاخصه هستیم. جان فقط یک بار دیگه در صحبت اولی رو یه مرور بکنم، دونستن اینها اولا دو تا مبحث، یکی مفهومشه که الان داریم در مورد صحبت میکنیم، موضوع دیگه ای که به عنوان طراح باید بدونین این که بیفور افتر این در حقیقت طرحی که زدیم بدونین که هر کدوم از این پارامترهایی که وجود داره قبلش چند بوده مثلا الان چنده و بر اساس این میتونیم موفقیت یک طراحی رو بسنجیم، نه صرفا این که آقا اوکی خب الان دیگه زیبا شده و رنگای خوبی داره پس در نتیجه طراحی خوبی داره. شاخص موفقیتش این نیست که بذاریم دیری 500 تا لایک بخوره صرفا، شاخص موفقیت این طراحی خوب شاخصهای زیادی داره، حالا چند تاش الان مثال زدم براتون، ولی شاخصهای خیلی بیشتری هم داره که حالا تو این چند تا جلسه گذشته صحبت خیلی کردیم راجع بهشون و باز هم شاخصه. جانم من فقط یه چیزی بگم اینجا سوء تفاهم لاقل نظر شخصی پیش نیاد، اینکه دریبل هم بچه‌ای که میذارن و در حقیقت لایک میگیرن کامنت میگیرن هر پارامتری، اونها هم به هر حال یک پارامتر موفقیت هست در اسکیل خودش دیگه. وقتی شما داری یو آی طراحی میکنی و صرفا حتی دریبلی کانسپت دیزاین عموما و مثلا معمولا شاید کانسپت دیزاین ها خیلی نمود دارن توی دریبل، خب در نتیجه طبیعتاً اگه طرحی اونجا میذاریم که لایک خوب میگیره اونم شاخص موفقیت خودشو داره. ما الان داریم در حوزه محصول صحبت میکنیم که اصلا مارکتینگ در حوزه کانسپت نمیگنجه. اینو خواستم البته آره من این که میگم موفقیت، ما داریم فاینال پروداکتی که دست مخاطبمون مشتریمون میرسه رو صحبت میکنیم. من خودم بارها شده یه دیزاینی انجام دادم که خودم خیلی شخصا حال میکردم، دوره وری هم حالا اون موقع دریبل اینا زیاد استفاده نمیکردیم، فیسبوک بیشتر میذاشتیم کارا رو و الان دیگه نیست حالا متاسفانه. و تو فیسبوک که میذاشتم خیلی هم میمادم میگفتم به به و چه چه، ولی در واقعیت من میرفتم میدیدم آقا این اصلا جواب نمیده، یعنی من عملا یه چیز مزخرف طراحی کرده بودم که خوشگل بود. و این دوتا خیلی تفاوت میتونه داشته باشه. من دارم راجع به فاینال پروداکتی که میرسه دست مخاطب صحبت میکنم و با یعنی شما اگر بهترین دیزاینر زمین هم که باشی، بهترین رنگ ها و بهترین فونت ها همه رو درست انتخاب بکنی، باز هم یک نکته ریز ممکنه کل تجربه کاربر رو به هم بریزه، کل محصول رو به هم بریزه. یعنی شما فکر کن کل فانل همه چیز زیبا، همه چیز جذابه، همه چیز هم خوب کار میکنه، ولی مثلا موقعی که کاربر میخواد مثلا رو دکمه پرداخت بزنه، دکمه پرداخت رو مثلا راحت پیدا نکنه، 15 ثانیه طول بکشه که پیداش بکنه. چرا؟ چون دیزاین انقدر مثلا ترندیه که من نمیتونم راحت پیداش، باید کشف بکنم تازه خود دیزاین رو ببینم این دیزاین چه شکلیه. اونجا کاربر راحت به مشکل میخوره و کل دیزاین جذاب ما هم به فنا میره. و این دوتا ولی خیلی فرق دارن، دیریپ سر جای خودش، پروداکت فایدا خودش. عرضم به خدمت که حالا ما میرسیم به یه جایی، یعنی همه این KPI هایی که در نظر بگیریم، این یه سری از KPI های اصلی بود که من گفتم. KPI های دیگه هم CRM خیلی گسترده است، بخش سیلز داره، بخش مارکتینگ داره، بخش مختلف داره CRM. من بیشتر روی اونهایی که با محصول و دیزاین خیلی در هم آمیخته شده و در هم تنیده شده صحبت کردم، ولی اگه بچه ها بخوان خیلی میتونه راحت برن تو متمم، همه چیز راجبش هست اگه بخوان دیپ در واقع بشن تو این موضوع. عرضم به خدمتت که
مارکتینگ اتوماسیون که حالا صحبتش هم کرده بودیم، یه جورایی برای همین کارها هم ساخته شده که میگم حالا هم نرخ اشتباه رو ببره پایین که اشتباه انسانی پیش میاد. مثلا تو توی در واقع دریافت اطلاعات، اگر مثلا میگم بری کک رو از یه تاریخی تا یه تاریخی بگیری، بعد بیای مثلا در واقع چه میدونم مثلا یه شاخص دیگر رو مثلا همین MPS رو بیای در یه تاریخ دیگه اشتباه بگیری، همین مثلا ممکنه کل برنامه تو رو خراب بکنه. اینجور چیزا رو اتومات میکنن. به علاوه یه سری چیزای دیگه مثل ایمیل مارکتینگ، مثل کانتنت مارکتینگ که مارکترها اینا رو اتومات میکنن. حالا چه ربطی به ما دیزاینرها داره؟ اتومات کردن منظورم که دیگه خودکاره، یعنی یه سری اصول براش تعریف میشه، یه سری گروه بندی ها براش مشخص میشه. مثلا یه مثال بزنم، من میام توی مارکتینگ اتوماسیون هم تعریف میکنم به عنوان مارکتر که آقا ایمیل A باید بره به دست کاربرهای A. حالا دست کاربرهای A کیان؟ کاربرهای A اونایی هستن که مثلا هفته گذشته مثلا اومدن صفحه مثلا B رو دیدن توی سایت ما، و تو میای برای اینا یه ایمیل اتومات که این ایمیل با این متن رو میفرستی. یعنی دیگه من دیگه نمیشینم مثل ربات خودم دونه دونه این کارا رو بکنم و همه چیز یه جوری اتومات میشه، مگه اینکه یه چیز خیلی انسانی بخوایم بدیم، مثلا مثل پیام‌های تسلیت و اینها که دیگه اتومات نیستن، دیگه باید کاستومایز بشن همیشه. حالا چه به درد دیزاینر میخوره؟ خیلی وقتا پیش میاد که اصلا خود دیزاینر مجبوره که این سیستم ها رو یکی اینکه طراحی بکنه یا بفهمتشون که ریدیزاین بکنه. کم پیش نمیاد که اگر تو شرکت‌های بزرگ کار بکنیم، کم پیش نمیاد که علاوه بر اینکه داریم محصولی که مخاطب نهایی میبینه، محصولایی هم که خودمون داریم استفاده میکنیم به خصوص توی ایران، اونها رو هم ریدیزاین بکنیم یا ریتاچ بخوایم بکنیم، تغییرات کوچیک و بزرگ توشون ایجاد بکنیم، که حالا میتونه CMS باشه که میشه کانتنت منیجمنت سیستم، یا میتونه همین پلن‌های مارکتینگ اتوماسیون باشه که در واقع تو ببینید که چجوری میتونی کار مارکترهای شرکت که مثلا تو بعضی شرکت‌ها تا 50 تا مارکتره، چجوری میتونی کار اونا رو بهتر بکنی، چجوری میتونی بیشتر بهشون کمک بکنی با ریدیزاین کردن یا ریتاچ کردن‌های کوچیک. و CMS هم که همینطور، حالا اسمش هم گفتم کانتنت منیجمنت سیستمه که مثل همین موضوعی که صحبت کردم. به نکته خیلی خوبی گفتی. ما تا الان صحبتمون خیلی سر این بود که یک دیزاینری که میخواد عمومی طراحی بکنه چه دانشی از مارکتینگ میخواد. اینجا خوبه بر صحبتت یه اشاره بکنم، ممکنه حتی شما نیاز باشه داشبورد سمت مارکتر، مارکتینگ، تیم مارکتینگ داخل شرکت رو باز طراحی بکنی. قطع به یقین داشتن دانش تو اون حوزه خیلی به دردت میخوره. پس حالا فارغ از اون مسائل، شاید بر اساس کاری که دارن بچه ها انجام میدن، این توضیحات هم خیلی به دردشون میخوره. صد درصد. ببینیم مثال خیلی واضح رو بخوام بزنم، شما وقتی الان فکر کنم که میری اسنپ کار میکنی، شما به محض اینکه بری اسنپ کار بکنی با دو تا محصول روبرو میشی، حداقل چیزی که من میدونم. یه محصولی که دست راننده است، حالا کاری به محصولهای داخلی ندارم که تیمهای مختلف استفاده میکنن، یه محصولی که دست راننده است، یه محصولی که دست مسافره. و شما اینجا اگر نیازهای سمت مارکتینگ رو ندونی، نیازهای سمت راننده رو ندونی، نیازهای سمت کاربر رو ندونی، که اینا سه تا زاویه مختلف با هم دارن، یعنی انگار هر کدوم در واقع یه سر مثلث هستن و خیلی به هم شباهت ندارن. چون راننده یه جور رفتار میکنه، مثلا راننده نمیتونه 24 ساعت فوکس بکنه روی موبایلش، باید یه نگاه سریع بندازه. مثلا نقشه شما نباید نقشه‌ای باشه که مثلا نیاز به فوکس داشته باشه، نیاز به در واقع رفع مزاحمت داشته باشه، پاپ اپ مزاحم نباید داشته باشه. اینا چیزای خیلی ابتداییشه که من دارم میگم. و اونور ولی سمت مسافر که نگاه میکنی، میبینی خیلی فضای بیشتری داری که کار بکنی، خیلی کارهای بیشتری میتونی بکنی، پروموشن های بیشتری میتونی بری. کلا اصلا اونور پنل داری دست در واقع راننده میدی، این سمت داری فقط یه اینترفیسی میدی که میتونن رو نقشه مبدا و مقصد رو انتخاب بکنن، یه پرداخت آنلاین بکنن. تقریبا تو این خلاصه میشه. حالا یه نظر دادن و یه چند تا راننده دیدن و اینا هم داره که حالا چیزای خیلی عجیب غریبی شاید نباشه. و همه اینا به شما کمک میکنه که اگر بیزینس رو بشناسی، اگر مارکتینگ رو بشناسی، ابزارشون رو بشناسی، اگر روزی قرار شد روی اینا کار بکنی، یا یه روزی شاید خواستی مدیر محصول اینها باشی، بدونی که اینها اصلا چه جور سیستمایی هستن، برای چی استفاده میشن و چه جوری میتونی کمک بکنی به در واقع کاربرای اون سیستم. خیلی هم استفاده میشه. آره مرسی. بریم جلوتر. این سیستم اتوماسیون چیز دیگه‌ای موند یا نه؟
میشن. خب ببین، راجب همه اینا خیلی میشه صحبت کرد. من سعی میکنم همه رو خیلی ساده بگم که اصلا اصل قضیه چیه، چی کار میکنه و بشه در به من در مورد اتوماسیون در حقیقت دو تا نکته بگم، در دو تا مثال. یه مثال که احتمالا خیلی دیدن توی جلسه قبل فکر کنم گفتم، گفتم الان شما سبد خرید توی دیجی کالا که تایید نهایی نکنی، برای تو برای یک وقفه زمانی پیام میاد که فلانی مثلا سبد خرید در حال اتمام موجودی، بیا خرید تا انجام بده، که این چیز کاملا اتوماتیک داره ارسال میشه. یا اینکه شما ممکنه مثلا از مدت زیادی از اسنپ فود خرید نکرده باشی و اتفاق که میفته اینه که دفعه تخفیف گنده بهت میده که فلانی، که مثلا نمیگه که خیلی وقت چیز به خاطر اینکه مثلا خیلی وقت چیز نکردی، حتی ممکنه هم از بعضی وقتا بگه که چون خیلی وقت ندیدیم درمون برای تنگ شده، بیا این تخفیف 30% مثلا برای اینکه استفاده کنی که تو رو دوباره برگردونه. در حقیقت یه جورایی چنریت اتفاق افتاده دیگه، تو رفتی از اون سیستم، تو رو دوباره برگردونه به اون سیستم. این از اون سمت. حالا همینو من یه تجربه چنین کاری رو من توی دلیون داشتم، تجربه دستی این کارو می‌کردیم به خاطر اینکه استارتاپ کوچیکی بودیم به نسبت، خواست گفتم مطرحش کنم. ما مثلا اینجوری بود که یه مشتریانمون که مثلا 2-3 ماه بود اینا خرید نکردن، میومدیم یه تخفیف مثلا 10% براشون اس ام اس می‌کرد. خب از اینا میومدن یه تعدادی خرید می‌کردن، یه تعدادی خرید نمی‌کردن، باز دوباره صبر می‌کردیم مثلا یه هفته که اینا نمیومدن برای خرید، دوباره یه اس ام اس دیگه می‌زدیم به اون دسته‌ای که نیومده بودن خرید، می‌گفتیم آقا 15%. دوباره مثلا یه تعداد میومدن خرید، دوباره به اون دسته‌ای باقی مونده یه اس ام اس دیگه می‌فرستادیم مثلا 20%، تا در نهایت اون مشتری که به هر دلیلی یا یادش رفته یا ریزش داشته از کسب و کار ما، بیاد این اتفاق بیفته. حالا میگم این به صورت کاملا دستی بوده، ولی معمول میگم تو شرکت ها دیگه خیلی بزرگ بشن و خیلی اصولی کار بکنن، همه چی اتوماتیکه دیگه. کلا وقتی ببینیم مثلا در هر لحظه کاربری 3 ماه نیومده، در همون لحظه مثلا یه اس ام اس میده، یک نوتیفیکیشن، یه نحوی پیام میده که فلانی پاشو بیا اینجا، دلم برات تنگ شد. اینجوری دلیون پس تو کار میکردی؟ من نمیدونستم. من کوفاندر مدیر عامل دلیون بودم. خب ببین، لازم شد حتما یه صحبتی باید داشته باشم راجع به این موضوع. نمیدونستم، ولی خیلی پروداکت باحالیه. خیلی بهتر از اسنپ بوده. همین الانش هم نه من همین الان استفاده میکنم. از دلیون دلینو نه ها بس بس دلینو آها دلیون دلیون آها یادم اومد اصلا یه لازم دوتا باید اونم باحال بوده اتفاقا. اصلا یادم رفته بود. نه این خیلی اشتباه پیش میاد، دلینو. آره دلینو و دلیون. آره خیلی زید. ولی جفتش باحاله، یعنی اونم استفاده میکردم من و البته تو خونه خیلی کم استفاده میکردم. خوبه برشه کسی که خوبه. تجربه است دیگه اینا همش تجربه. عرضم به خدمتت که آره این مارکتینگ اتوماسیونه که خیلی بچه ها میتونن برن راجع به سرچ بکنن، بیشتر اطلاعات کسب بکنن. مهیارم صبحونه گرفته بود. مرسی. آره پکیجام واقعا پکیج خوبی بود. یکی از بهترین چیزایی هم که داشت، آدمه رو توی جلساتی که مثلا خیلی ما برای جلسات کاری دلیور میکردیم، ولی تجربه بگم، ما برای جلسات کاری دلیور میکردیم، بعد آدما معمولا وقتی با یه نفر جلسه دارن، یه جلسه مهمی دارن، خب میخوان تحت تاثیر قرارش بدن و یه ذره مثلا از هر چقدر پذیرایی بهتر باشه، دکوراسیون بهتر باشه، خب احتمال این که آره احتمال این که مثلا مذاکره به نفع اینا اتفاق بیفته خیلی بیشتر بود. و ما اینو خیلی میدیدیم که یعنی مثلا چیز داشتن اصرار که توی یک برهه یک زمان خاص برسه، جلسه مهمه، بهترین حالت هر چقدر هزینه‌اش هم باشه میدیم، ولی دیگه در بهترین حالت ممکن باشه که مهمونه در حقیقت اوور ساتیسفای بشه و مثلا خیلی حال بکنه، چون کسی عادت به این که صبحانه یکی دیگر مهمون کنه نداره تو جلسه کاری. معمولا دیگه تا به نهار اگه برسن نهار میخوره. خیلی تاثیر خوبی داشت، ولی خب متاسفانه دیگه کرونا و قیمتا و اینا نذاشت. بریم آقا ببین، یه دونه شاخص های دیگه، حالا من این کلمه کاملش رو خیلی دقیق یادم نمیاد، مانسلی ریکوایرد در واقع ریونیو، نمیدونم یه همچون چی، یا ریت، یادم نمیاد دقیقا، MRR میشه. این مفهومیه که خب مارکترها خیلی میسنجن، بستگی به پروداکت داره.
یعنی مثلا توی پروداکتی که حالا مثلا بلیت فروخته میشه و اینها شاید خیلی تاثیر نداشته باشه، خیلی مهم نباشه امارار، ولی تو پروداکت هایی حالا که مثل ادوبی اینا که سابسکریپشن دارن و ماهانه پلن میفروشن یا سالانه، اینها امارار خیلی براشون مهمه که بدون دیزاینر خیلی خوبه اینا رو بدونه، چون یکی از شاخص های موفقیت و سنجیدن توی اینجور پروداکت ها یه دونه KPI هاش دقیقا امار آره. یعنی الان ما اگه بخوایم تو دوپلی بسنجیم که چجوری موفقیم، خیلی از این شاخص هایی که گفتم یه سریاش میره کنار و MRR میاد بولد میشه، که در واقع میای نگاه میکنی که آقا چقدر، آقا MRR چه عددیه. خیلی ساده مثلا بررسی میخوای بکنی که اصلا MRR من چه عددیه، مثلا 100,000 دلار ماهانه، 50,000 دلار، و حالا یه سری اصول داره که تو موفقیتت چجوری میسنجی. از یه جایی به بعد با یه سری MRR ها و اینکه ککت رو ببینی، چیزهای مختلف همه اینا رو بسنجی، میفهمی که آقا الان اگر من جزا سرمایه نکنم هم با این امارار میتونم موفق باشم و برم جلو، یعنی بدون نیاز به جذب سرمایه من میتونم برم دقیقا. و حالا چیز خیلی مفاهیم دیگه هم هست، من اینقدر میگم گسترده بود مفاهیم، اصلا واقعا دو سه صفحه نوشتم فقط این مفاهیمو که فقط هم تایتل وار، یعنی دو سه صفحه تایتل نوشتم. من مشکل ندارم هرچقدر این کش اومد کش میه، حالا گفتم اینم بگم، حالا باز KPI های دیگه هم هست ممکنه من میس کرده باشم اینجا، ولی اینا چیزایی بود که خیلی مهمه. و حالا یه چیز دیگه هست که از این KPI ها یه جورایی میریم بیرون دیگه، دوباره میره سمت دیزاین و مارکتینگ یکم، یعنی کمتر به این میپردازیم که موفقیتش چجوری بوده چجوری نبوده، موفقیت در فروش و اینجور چیزا. ببین یه چیزی داریم به اسم کلیک استریم، احتمالا بچه ها شنیده باشن، احتمالا خودت هم شنیدی، که همون جریان کلیک میشه دیگه، حالا اگه درست ترجمه بکنم در واقع اینجوریه که ما میایم تو، ببین کلا اینترنت رو یه کلیک استریم خیلی بزرگ ما در نظر میگیریم، در هر حال تو ممکنه از یک وبسایتی به یک وبسایت دیگه بری و از اونجا به یک اپلیکیشنی بری که تو هی داری کلیک استریم ایجاد میکنی، یعنی جریانی از کلیک ها ایجاد میکنی توی خود وبسایت، توی خود اپلیکیشن. ما یه همچون مفهومی رو داریم که میسنجیم ببینیم که اصلا کلیک استریم کاربرهامون چیه. این تفاوت داره با فانل صرفا، اینو خود آنالیتیکس هم یه ابزارهایی به اون میده که اینو نگاه بندازیم، که مثلا اگه دقت داشته باشی یه فانلی داره که پله 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 است، نمیدونم همه اینجا شاید با جی ای کار نکرده باشن، و اینجوریه که جریان یه کاربر اومده صفحه B، مثلا 20 بار اومده صفحه B، دوباره رفته A، دوباره رفته B، بعد آخر سر مثلا رفته C، و اینجوری که باز تو سی مثلا یکی دیگه سری میداره که معمولا من ندیدم اینو تو ایران خیلی بسنجن، خود من هم شخصا خیلی دنبالش نرفتم، چون انقدر لعنتی پروداکت دیزاین و پروداکت بزرگه که تو حداقل باید 10 سال تجربه خالص توی زمینه داشته باشی که تو همه اینا رو ترای کرده باشی، چون اصلا تو یه شرکت همه اینا به دردت نمیخوره. خود من هم شخصا کلیک استریم استفاده نکردم که بگم چقدر میتونه موثر باشه، ولی قشنگ نشون میده که کاربرهای تو کجا بیشتر گیر میکنن، کجاها استریمشون خیلی کشدار میشه، هی برمیگردن دوباره مثلا میخوان از ابتدا برن. و این با پیچیده تر از اینا هم میتونم توضیح بدم، یعنی دیپ تر بشم، ولی فکر میکنم که این چون خیلی تخصصی واقعا، منم آره چندین بار تا حالا سعی کردم برم عمیق بشم، ولی خیلی اولا زمان بره بررسی کردن، چون فانلی تو یه فانل کلی نگاه میکنی میبینیش، ولی این تقریبا باید دونه دونه بشی نگاه کنی آقا چه اتفاقی داره میفته، اوورال یه دید داشته باشی، بعد فرد به فرد نگاه کنی. خیلی ولی برای همین زیادی توش ندارم، ولی قطعا میترسم که کنم خوبه، یعنی از اینکه چرت و پرت بگم میترسم، و سعی میکنم تو این چیزایی که نمیدونم خیلی هم دیپ نشم که در واقع مثلا گندی بالا بیاد، چون این دانشه تو مغزت که یه بار هک میشه اینجوری که بیای بخوای همین رو عوضش بکنی باید 10 تا مقاله بخونی. چه جفتم اینطور شد؟ عرضم به خدمت که حالا کلیک استریم ایشون ظاهرا میگن که توی کیوسک بانکی احتمالا گزارشی، من این رو بررسی کردم و کاربران فقط موجودی حساب رو میدیدن یا قسط پرداخت میکردن، که حالا اینا رو هم با یه سری ابزار دیگه میشه فهمید، ولی کلیک استریم دیگه خیلی چیز عجیبه، یعنی تو دیگه دونه دونه کلیک ها رو میای انگار میشماری و بررسی میکنی، و این وسط یهو میبینی آقا یه سکشنی هست که اصلا
توجه بهش نمیشه و تو گذاشتی اینو مثلا ماهاست که مثلا اون اونجاست ولی هیچکی فقط روش رد میشن با موس مثلا. خیلی چیز پیچیده میتونه باشه ولی مفهومش مفهوم سادهیه. یه چیز دیگه که داریم کلا سگمنتیشنه که مارکترها خیلی این کارو انجام میدن. حالا مشکلی که هست ما دیزاینرها معمولا به اینا خیلی کمتر دقت میکنیم. اینی که تو هنوز داری اون تکست رو میخونی؟ نه داشتم فکر میکردم تکسته و حالا ایشون هم فهمیدم بقیه بی خودی. آره ما دیزاینرها چیزای بی خود هم دیزاین زیاد میکنیم. من خودم استاد این نوشیدم. عرضم به خدمتتون که آره داشتم میگفتم یه چیزی هم داریم به اسم سگمنتیشن که آقا خیلی ساده است، دسته‌بندی میکنه. این با فوکس گروپ و اینا الان انقدر کلمه که دیدی میگم اینا گسترده‌تر میشه. با فوکس گروپ و اینا خیلی فرق داره. سگمنتیشن اینجوریه که تو در واقع میگی یه دسته ای از کاربرها رو یا یه سری آدمهایی که یه سری ویژگی دارن رو انتخاب میکنی و برای اونا مثلا مارکتینگ انجام میدی. برای مثال ممکنه بگی که آقا من مهیار اگه هست میتونه اینجا اگه من اشتباه گفتم اصلاح بکنم. سگمنتیشن مثلا اینجوریه که میای میگی آقا دسته A این ویژگی ها رو دارن و من این پروموشنی که میخوام برم با مثلا این افرادی هستن که این خصوصیات رو دارن، پس پروموشن من خیلی باید تطابق داشته باشه با اینها. حالا مثلا میتونه مثلا یه دونه تفاوت های کلیدیشون این باشه که یعنی با باقی سگمنت ها این باشه که پول دارترم برای مثال. و من اگه میتونی درخواست بفرست اصلا من امتحان کنم سه نفر میشه بیاد بالا چون شنیدم و چون مجلس آره چند شب پیش من میدیدم که همسرم داره با چیز صدف بیوتینا رو مینه. 4-5 نفر تو لایو. 4-5 نفر آره. خیلی آزارن درست گفتم ولی خب میخوای مهیارم اگه چیزه مهیار کمیشه خوشتی پینی من تا رو نایدم مهیار آماده نباشه. یاد اون نمیدونم هاوای متیور مادر رو دیدی، بارنی همیشه عکس که میگرفتن در بهترین حالت ممکن بود. دقیقا مهیارم هم اینجوریه. من عد رو پذیرفتم حالا نمیدونم که الان میاد. سلام چطوری؟ مرسی. با من همیشه شما آماده این امروز تعطیل هم هست ولی آب و شونه کرده و راست میگو اهیر از خوشتیپ هاست. خواهش میکنم. سلام به همه تون، سلام به بچه هایی که توی لایف هستن. خیلی خوشحالم که توی این لایف جوین شدم. صحبت های خیلی خوبی بود تا الان، واقعا داشتم استفاده میکردم. یه سه چیزایی که مهدی داشت میگفت برای منم جدید بود حتی، یعنی خب خیلی موارد قوی بود و قطعا رعایت کردنش برای همه میتونه که خیلی خیلی کمک کننده باشه به ویژه توی دیزاین. خب ببین سگمنتیشن بحث شد، من فقط یه نکته رو حالا بگم در یه ذره حالت سوالی داره جمله، این که ما خب سگمنتیشن اون طرف تو دیزاین هم داریم، نه با کلید واژه سگمنتیشن ها، ولی میایم مثلا دسته بندی میکنیم و یک نفر نمونه از این دسته انتخاب میکنیم به عنوان پرسونا یا به فارسی کاربرنما. رو به هر حال دیزاین رو میگیم آقا داریم برای این یوزر سنتر دیزاین، برای این آدمه دیزاین میکنیم، اون میشه معرف یک گروهی. خب ما در مورد پرسونای گپ بزنیم، ولی الان این سگمنتیشنی که اینجا صحبت شد با اینی که الان گفتم متفاوته؟ ببین پرسونا یه در حقیقت چیز متفاوتی از سگمنتیشن، چون که ما توی بحث سگمنتیشن میایم بازار رو تقسیم میکنیم به چند سگمنت مختلف و تصمیم میگیریم که روی کدوم سگمنت کار بکنیم. برای مثال فرض کنید تو خود فلایتیو ما مثلا میایم میگیم که افرادی که از خدمات ما میتونن استفاده بکنن افرادی هستن که علاقه‌مند به سفر هستن. حالا این سوال پیش میاد که چه جور سفری؟ مثلا دوست دارن با اتوبوس سفر کنن، دوست دارن طبیعت گردی بکنن، دوست دارن سفرهای خارجی برن، دوست دارن با تور برن، دوست دارن مثلا زمینی برن، دوست دارن هوایی برن. خیلی انواع و اقسام. حالا فقط صرفا من از نظر اون سلیقه‌ای که بر اساس حالا اون علاقمندی سفرشون هست اومدم سگمنت کردم، که در حقیقت حالا خب انواع و اقسام سگمنتیشن ها ما داریم.
مثلا خب دموگرافیک داریم، سایکولوژیکال داریم، بیهیورال داریم. بعد خب میگم مثلا هر کدوم از اینا ویژگی خاص خودش رو داره، جیوگرافیکال داریم. و بعد ما میایم تصمیم میگیریم، میگیم که مثلا از نظر جیوگرافیکال فرض کنیم فقط ما توی حوزه ایران یوزرها رو بهشون خدمت میدیم، از نظر مثلا دموگرافیک میایم میگیم یوزرهایی که سطح درآمدی مثلا فلان رو دارن یا مثلا توی این بازه سنی هستن ما بهشون مثلا سرویس میدیم. یا من یه چیز بپرسم، به سگمنتیشنی که الان صحبت شد یه سگمنتیشن موقتیه یا دائمیه؟ نه دائمیه. اگر که بخوایم اون سگمنت هایی که در حقیقت میخوایم تارگت کنیم و مثلا عوض بکنیم، این در حقیقت یه مارکت دیولاپمنت حساب میشه برامون. ببین الان توی این مثالی که یعنی که ما نمیتونیم، ببخشید من کلا عادت هم میپرم وسط صحبت، توی این مثالی که مثلا من زدم در مورد آقا تخفیف آدمایی که مثلا 3 ماه از ما استفاده نکردن، من تصورم اینه که این آدم من سگمنت کردم، یعنی گفتم اوکی آدمایی که 3 ماه استفاده نکردن، آدمایی که جدیدن استفاده کرد. خب اگر اینجور اینو سگمنت حساب بکنیم، حالا در موردش بگی اینو سگمنت حساب بکنیم یا نکنیم، اتفاقی که داره میفته اینه که خب طبیعتاً فردا اون عوض شده، دوباره سگمنت عوض شده، ممکنه من پس یا دوباره بیام حالت ماتریسی این دفعه بگم مثلا نه اونایی که شنبه ها سفارش نمیدن الان سگمنت کنم. خب ببین این یه جور در حقیقت رفتار مشتری حساب میشه. خب یعنی مثلا خب مشتری که این کار رو یه بار انجام داده، اولا که عوض میشه اگه رفتارش تغییر بکنه، ولی ممکن هم هستش که رفتارش تغییر نکنه. یعنی اینکه ما مثلا میایم میگیم که یک سری مشتریان هستن، خب از این میشه behavior segmentation. خب میگیم یک بخشی از مشتریان ما هستن که فقط وقتی که یه پروموشنی یه آفری ما بهشون ارائه میدیم اینا میان و خرید میکنن. خب یعنی مثلا خیلی توی حالا بحث فشن و اینا هم زیاده دیگه، یه سری ها هستن فقط مثلا نیو کالکشن خرید میکنن، یه سری ها هستن فقط آف سیزن یا مثلا آوتلت یا مثلا توی حالا سلز و اینا خرید میکنن. میدونی یه سری هم اصلا رفتار خریدشون ربطی به این مثلا سیزنال نیست، ربطی به مثلا فصلش و حالا موقعیتش و اینا نداره. اون میشه در حقیقت بخشبندی مشتری یا سگمنتیشن بر اساس رفتاری که داره و بیهیویر. و اون مشتری که حالا شما کد تخفیف میدین دوباره میاد میخره، خیلی احتمال زیادی داره که اون مشتری تا کد تخفیف بعدی رو نگیره نیاد بخره. و لزوما سگمنتش عوض نمیشه. حالا توی بحث دیزاین، چرا باید دیزاینر رو به این مسئله خیلی توجه بکنن؟ به خاطر اینکه حالا در حقیقت بحث سگمنتیشن و بحث پرسونا خیلی به هم نزدیکه. ببین من یه مثالی براتون بزنم از اینکه اولا چه تفاوتی میتونن داشته باشن، یه مثالی هم بزنم از اینکه چه مشابهت هایی میتونن داشته باشن. تفاوتشون رو اگر بخوام مثال بزنم براتون، این هستش که هارلی دیویدسون چند سال پیش اومده بود در حقیقت یه حالا بررسی روی انواع مشتریاش انجام داده بود و اینها. آیا از هوش مصنوعی هم استفاده کردید؟ من شخصا تا حالا استفاده نکردم، توی فلایتی هم فعلا استفاده نکردیم، ولی خب حالا امیدواریم که توی 1400 بتونیم استفاده بکنیم. این اومد بررسی کرد انواع مشتریانش رو. مشتری هارلی دیویدسون حالا هم اون افرادی هستن که تو ذهن ما شکل گرفتن که مثلا با اون کاپشنهای چرمی و نمیدونم مثلا همه یکی یه چاپر دارن و نمیدونم مثلا وایلد رایدینگ و اینا میکنن و اینا، ولی مثلا 9 اسم دیگه هم هست. یعنی مثلا حتی یه سری بیزنسمن ها ممکنه مثلا
علاقه من باشن که هارلی دیویدسون داشته باشن، آدم های پولدار، آدم های نمیدونم انواع و اقسام، ولی این میشه مثلا سگمنت های مختلفشون. منتها توی بحث پرسونا همه اینها حالا پرسوناهای مختلفی دارن ولی یک ویژگی مشترک داشتن همه اینها، اون همین بود که همشون آدم های بلند پروازی بودن و در حقیقت هارلی دیویدسون متوجه شد که با این پیدا کردن ویژگی مشترک این 10 در حقیقت موردی که هستش، خیلی ممنونم، با این 10 موردی که هستش در حقیقت تونسته میتونه مشتریان مختلف رو از سگمنت های مختلف جذب بکنه. حالا ما توی پرادکت باید چی رو در نظر بگیریم و توی حالا در حقیقت پرادکت دیزاین؟ اینکه مشتریای ما از سگمنت های مختلفی هستن و شاید هر کدومشون رفتار متفاوت، نیازهای مختلف و در حقیقت حالا شخصیت های مختلفی داشته باشن، اما همشون به خاطر یه سری ویژگی مشترک وارد در حقیقت این عرصه میشن. یعنی مثلا ما همون اول که توی مارکتینگ میایم اعلام میایم در حقیقت توی اون سگمنتیشن میگیم که ما مثلا میخوایم این بخش از مارکت رو تارگت بکنیم، مثلا فرض کنید که افراد بین 25 تا 45 سالی که مثلا حالا دسترسی به اینترنت دارند و مثلا درآمدشون توی این مثلا قالب می گنجه که حالا دموگرافیکشه، یا مثلا بیان بگیم که افرادی که مثلا خب علاقمند به سفرهای مثلا در حقیقت حالا خارجی هستن، علاقمند به دیدن جای جدید هستن، کشورهای دیگه هستن و اینها، این مثلا حالا سایکولوژیکاله، و افرادی که حالا سفر زیادی میرن و تو همه تعطیلات مثلا سفر میرن و اینها که اون میشه بیهیویرال، میگیم ما این آدم ها رو میخوایم تارگت کنیم. خب اوکی، حالا تصمیم گرفتیم که ما بریم سراغ این آدم ها. این یعنی چی؟ یعنی که آدمی که مثلا همیشه در حال سفر کردنه شاید تارگت ما نباشه، آدمی که مثلا سب میکنه آف سیزن مثلا خرید بکنه تارگت ما نباشه، آدمی که سفرهای ارزون میره یا مثلا با اتوبوس و اینا مثلا میره تارگت ما نیست. بعد و در حقیقت ما میایم میگیم که خب ما یه به گروهی از افراد رو پیدا کردیم، حالا بیایم ببینیم این افراد چی نیاز دارن. حالا همونطور که مهدی گفت مثلا با فوکس گروپ میتونیم تشخیص بدیم، با سروی میتونیم تشخیص بدیم، بگیم که خب نیازمندی های شما چیه، شما توی این سفر که میخواییم بریم مثلا میخواییم حالا خرید بکنین یا هر چیزی، چطور در واقع دوست دارید که چطور این کار انجام بشه که مثلا برای شما خیلی راحت و سریع باشه و در واقع بتونین بهترین و راحت ترین تجربه رو پیدا بکنین. و باید با توجه به چیزی که اون مخاطبا و اون مشتری ها اعلام میکنن ما در حقیقت شروع بکنیم به حالا طراحی محصولی که در نظر داریم، نه اون چیزی که توی ذهن خودمون هست. الان من سوالم اینه، بذار هر سگمنت یه پرسونا وجود داره توی مارکتینگ یا نه؟ ممکنه متفاوت باشه، نه لزومن، بستگی به نوع سگمنتیشن داره. مثلا دارم میگم من میام یه سگمنتیشن درآمدی انجام میدم، مثلا میگم افرادی که بالای 15 میلیون در ماه درآمد دارن، خب بعد یه نفر مثلا ممکنه جراح باشه انقدر درآمد داشته باشه، یه نفر ممکنه حجره داشته باشه توی بازار انقدر درآمد داشته باشه، یه نفر هم ممکنه ساختمون ساز باشه انقدر درآمد داشته باشه. خب این سه تا شخصیت کاملا جدا. سگمنتیشن معمولا بر اساس یک پارامتره؟ نه میتونه بر اساس پارامترهای مختلف باشه، اما ممکنه یه دونم باشه، درسته؟ آره ممکنه یه دونم. این بستگی به بیزنس داره، میدونی معمولا مثلا پیچیده تر از این حرفا هستش، ولی بستگی به نوع بیزنس و نوع مارکتینگ داره. برای مثال شما فرض کنین که مثلا من میام میگم ماست کاله، خب
ماست کاله چیزی هستش که یه سگمنتیشن خیلی پیچیده شاید لازم نداشته باشه، یعنی یه جیوگرافیکال سگمنتیشن ساده بکنن، بگن مثلا توی شهرهای بزرگ ما اینو توضیح میکنیم. خب چرا؟ چون کالاش اونقدر پیچیده نیست و افراد در حقیقت نباید مثلا، یعنی خیلی چلنج خاصی برای اینکه بخوان این رو در حقیقت بگیرن ندارن. خب ولی یه موقعی هستش که میایم میگیم مثلا فرض کنیم که یه محصول خیلی پیچیده، مثلا چه میدونم، حالا محصول پیچیده هم به ذهنم نرسی، یه چیزی میخوام مثال بزنم که دیگه اصلا نباشه. فرض کنیم من مثلا سازدهنی میخوام بفروشم. خب اون خیلی فرق میکنه با فروش ماست، یعنی مثلا اون کلن یهو باید بری سمت مثلا یه جور سگمنتیشن دیگه ای که بگی من الان باید یه سری قشر خاصی رو که علاقه من به مثلا یه سبک موسیقی خاصی هستن مثلا بتونم تارگت بکنم که اون سبک خاص موسیقی مثلا دنبال مثلا این سازدهنی هستن. خب اون یه مقدار پیچیده تره. من حالا این سگمنتیشن کجا کمک میکنه؟ من اولا از دید مارکتینگ بگم، مثلا من اگه بخوام ماست بفروشم میام میگم که ماست من چون گرونتره مثلا میبرم شهرهای بزرگ، چون ساپلایش هم راحت تره مثلا، و فقط میذارم توی شلفایی که خوب فروش بره. خب اما سازدهنی رو اگه بخوام بفروشم باید بگم که مثلا میبرم توی یه سری مغازه‌های خاص با یه سری از مثلا حالا خواننده ها کلابوریشن انجام میدم، مثلا افرادی که توی این زمینه مثلا حالا اون آموزشگاه های موسیقی یا مثلا استادای اون موسیقی و اینا رو باشون همکاری میکنم که معرفی بکنن مثلا ساز منو، یا مثلا توی یه سری وبسایت های خاص یا پیج های اینستاگرامی خاص تبلیغ میکنم. در نتیجه اصلا کاملا قضیه فرق میکنه. خب و مثلا من برای سازدهنی نمیام بیلبورد برم، ولی مثلا برای ماست قطعا میرم چون مخاطبش خیلی گسترده تره. حالا از دید پرادکتش هم اگر بخوایم نگاه بکنیم، مثلا توی پرادکت برای یک ماست شما اولین چیزی که احتیاج داری اینه که خب حالا اصلا نظر مهندسیش بخوایم حساب بکنیم، مثلا اون محصول اول که یه دهنه گشادی داشته باشه، مثلا طرف دهنه سرویس نشه بخواد یه آشوب ماست توش در بیاره، بعد مثلا درش آسون باز بشه، بعد مثلا چه میدونم مثلا اون ماست خیلی تهش نمونه، سایزش برای همونه. یه سی به سگمنتیشن ربطی نداره ها، خب آره میخواست بگه ها مهدی، چون نمیتره وسط صحبت من از جانب تو شب هم حرف بزنید من ساکت میشم نگم. ارزم به خدمت که ببین دو دیزاین من بخوام مثال بزنم، چون میخواستیم ببینیم که ربطش دقیقا به دیزاین چجوری اصلا به ما کمک میکنه. من یه مثال داخلی بزنم بعدش حالا مثال دیگه هم اگه خواستید بزنم. تپسی رو اگر یادتون باشه روز اولی که اومد این اپ اوبر رو برداشت چسبوند رو اپ خودش رو، مثلا گفت حتی آیدنتیتی اوبر رو هم برداشت. یه مدت که رفت جلو دید که آقا اصلا سگمنتیشن من جوریه که مخاطب من شکلیه که باجتش و خدماتی که داره از من میگیره که اصلا این دوتا به محصول من نمیخوره، حالا کاری ندارم که آیدنتیتیش کپی بود و اینا رو کاری ندارم، اینکه این دوتا به هم نمیخورن. اوبر میگه آقا من میام به تو یه دیزاین پریمیوم میدم که تو وقتی این دیزاین رو میبینی لذت میبری از مینیمال بودنش، از رنگای خیلی پریمیوم، دیگه میدونیم رنگ سیاه دیگه چقدر تاثیر زیادی داره توی برداشت ذهنی ما. بعد از اون ورم ممکنه یه BMW خیلی خفن مثلا X6 بیاد دنبالت واقعا، ولی این ور تو ایران میبینیم تپسی مثلا پرایدی که پنجرهاش مثلا داره کنده میشه، مثلا سقفش داره میفته رو سرت، بعد این از اون سمتش، از اون سمت هم مخاطبی که دوست نداره خیلی پول بده اصلا به خاطر این انتخابش، به خاطر مزیتش در سرعت مثلا گرفتن اون سرویس صرفا انتخابش نکردیم، به خاطر اون هزینه کمتره هم خیلی همون انتخابش کردیم. و میاد میبینه که آقا این محصول به این مخاطب نمیخوره، نتیجهش این میشه که آقا این مخاطب اصلا به محض اینکه وارد میشه اون حس پریمیوم رو داره میگیره، ولی خدمات من نه پریمیوم نه هزینه هایی که داره پرداخت میشه پریمیوم، هیچ چیزی پریمیوم نیست. میام دیزاینم رو یکم شیفت میکنم به یه سمت دیگه ای
که در واقع با مخاطبم و با خدمات نهاییم خیلی همسو باشه. کاری که خودمون تو فلایتیو هم کردیم، محصولمون محصول بود که حالا معیارم خودش شاید بخواد راجع به این زمینه بیشتر صحبت کنه. ما اکثر مشتریای فلایتیو مشتریایی هستند که بالای مثلا 45 میلیون هزینه میکنن. یعنی اصلا سگمنتیشن اصلی فلایتیو از روز اول اینجوری بوده که آقا پرواز خارجی بخرید از ما، هتل خارجی از ما رزرو بکنید، و داخلی و اینها جزو اولویت‌های پایینمون بوده و دیزاین رو هم خواستیم از روز اول ببریم به این سمت که حس پریمیوم رو هی بیشتر در واقع چی میگم برانگیخته بکنیم، این حسه بهشون انتقال داده بشه از موشن هامون گرفته تا چیزایی. اینجا اصلا این تفاوتی که گفتی که ما پریمیوم محصولمون همینجوری راف بخوام فکر کنم، احتمالا یکی تو دیزاین تغییر ایجاد میکنه اینه که آقا کاربر جدید که سفر رو باز میکنه دیفالت مثلا روی پرواز خارجیه، در حالی که مثلا یه محصولی مثل علی بابا احتمالا باز میکنه رو پرواز داخلیه. درست میگم؟ درسته. علی بابا رو خیلی دقیقش نمیدونم در مورد ما درست. باید جا صحبتت ناتموم موند. خواهش حالا ببخشید چون من کلن میپرم وسط همیشه. آره من همیشه یکی از علاقمندیام این هست که در حقیقت مثال‌های خارج از حالا اون چیزی که برای همه آشنا هست بزنم، و به همین خاطرم به این جهته که واقعا بگم مثلا یه چیزی حالا مثل پرادکت دیزاین مثلا که داریم راجعی صحبت میکنیم واقعا چقدر در حقیقت عمیق‌تر از اون مسئله آره مثلا حالا این هستش که ما چجوری مثلا یه وبسایت یا اپلیکیشنی رو دیزاین بکنیم. الان تو همون مثالی که داشتم میزدم که گفتی چه ربطی حالا شکل ماست به سگمنتیشن داره، ببین بیا سه تا ماست رو با هم مقایسه کن، ماست ماه شام، ماست مثلا کاله و ماست پگاه مثلا. خب ببین اینا سه تا سگمنت متفاوت از مشتریان رو تارگت کردن. خب اولی که اصلا خب قیمتش بالاتره، خیلی پریمیومه و در حقیقت اصلا با این شعار اومد که محصولات ارگانیک و متفاوتی رو بخواد ارائه بده. دومی که خب باز هم برندینگش نسبت به در حقیقت محصولاتی که اون موقعی که لانچ شد پریمیوم بود به نسبت، و خب باز قیمت‌های بالاتری داشت، محصولات گرون‌تری. و سومی هم که یه شرکتی هستش که برای حالا عموم در حقیقت داره این دیزاین رو انجام میده، یعنی این محصول رو تولید میکنه. تو اگه توی دیزاین این محصولا نگاه بکنی، حالا چه بیای مثلا فلایتیو رو بخوای با علی بابا مقایسه کنی، یا مثلا حالا در حقیقت حالا بهتر نگیم فلایتیو با علی بابا، چون بهتر بگیم فلایتیو مثلا با پایانه، میدونی، به خاطر اینکه تفاوت کاملا محسوس باشه. الان اگه کسی دم دستش هست بره مثلا پایانه رو سایتش رو باز بشه، آره اگه باز بشه مثلا فلایتیو رو هم نگاه بکنه. خب چه تفاوتی که بین ماست ماشام و ماست پگاه هست، یا مثلا سایت فلایتیو و سایت پایانه هست، هر دو نشأت گرفته از این هست که این بیزنس ها سگمنت های متفاوتی رو تارگت کردن. خب توی مارکتینگش هم ما مثلا هیچ وقت اتوبوس تبلیغ نمی کنیم، همونطور که ماست ماشام رو مثلا شما توی یک قسمتی که حالا معمولا دهک های پایین درآمدی هستن نمیتونی از سوپرمارکت بری بخری، مثلا فرض کنید یه روستایی. خب اینها در حقیقت توی دیزاین به این دلیل اتفاق میفته که ما یک محصول رو واقعا برای همه نباید دیزاین بکنیم، باید برای افرادی که به نظر خودمون دوست داریم اونها رو تارگت بکنیم دیزاین بکنیم، و مهم اینه که اون افراد چی احتیاج دارن، نه اینکه ما چی به نظرمون بهتره. ببخشید ما همیشه زمانی که داریم در مورد سگمنتیشن صحبت میکنیم، شاید این طرف داریم در مورد پرسونا صحبت میکنیم، معمولا مثالا از جنس داده های دموگرافیه. خب یعنی آقا مثلا سطح درآمد خب خیلی ملموسه، یعنی حتی اگر من تصورم اینه فرد دانش بیزینسی هم نداشته باشه همینجوری بهش بگی آقا میدونم مثلا اشی مشی رو نباید بره الهیه
چیز بزنه، بیل بورد بزنه مثلا، یا مثلا در مورد جنسیت میگیم آقا خب این مشخص برای خانم هستیم، برای آقایون نمیریم چیز بکنیم. اینا به نظرم خیلی بدیهیاته، ولی توی مارکتینگ ما معمولا نیاز به یک سری مدل سگمنتیشن هایی داریم که خیلی یونیک تر باشه از این دموگرافی و در حقیقت بر اساس منطقه جغرافی و امثال هم. از اونم میتونیم مثال بزنی و تأثیری که روی دیزاین داره؟ ببین کار سختیه ها، میدونم. اولا که ببین اتفاقا به این سادگی هم نیست، یعنی مثلا من بخوام برات یه مثال نفس بزنم، اون لباس زیر زنونه ویکتوریا سیکرت یه قشر بزرگی از مشتریانش آقایون هستن، آقایونی که برای حالا خانومهایی که باشون پارتنر هستن این رو میخرن. و در حقیقت موقعی که ویکتوریا سیکرت بعد از تحلیل مشتریا و بعد از مثلا تحقیقات بازار متوجه این قضیه شد که مثلا قشر بزرگی از در حقیقت مشتریانی که داره آقایون هستن، اومد اصلا برند شاپاشو تغییر داد. چون مثلا تا قبل از اون، تا قبل از ویکتوریا سیکرت، لباس زیر یه چیزی بوده که میکردن تو پلاستیک مشکی مثلا میدادن دست یارو، که مثلا یه وقت یه آقایی با مثلا این محصول دیده نشه. خب بعد اون برند شاپ رو که من به عنوان یه پرادکت میبینمش در حقیقت، یا حالا یه پلیسمنت در حقیقت اون پرادکت، مثلا اون برند شاپ رو میتونی عین وبسایت تصور بکنی. خب اون حالا برند شاپی که برای خرید آقایون نامناسب بود رو اومدن طوری ریدیزاین کردن که برای خرید آقایون مناسب بشه. مثلا محصولاتی که چه میدونم حالا مثلا یه مقدار لاکچری تره دم دستتر بذارن، مثلا افراد بدون اینکه مراجعه بکنن به فروشندهی بخوان مثلا خجالت بکشن، بتونن برن از توی شلف وردارن اون چیزی که میخوان، خودشون بذارن توی بگ مثلا ببرن حساب کنن، و مثلا یه ذره فرم مثلا طوری داشته باشه که توی مغازه بتونی بری بگردی اون چیزی که میخوایی و انتخاب بکنی. و میده یعنی یک تغییری توی حالا اون در حقیقت محصول اولیه، یعنی اون محلی که محصول رو میفروختن دادن، و همینطور تو خود محصولات هم در حقیقت تغییراتی دادن که شاید مثلا برای آقایون بیشتر جذاب بیاد، به نظر بیاد که فروششون رو بتونن بیشتر ببرن بالا، تا اینکه مثلا یه خانوم به نظرش جذاب بیاد. شاید مثلا خانوم ها هزینه کمتری بکنن بابت لباس زیر تا مثلا آقایون، و مثلا اونا خب طبیعتا با این شناخت رفتاری که مثلا آقایونی وجود دارن که برای خانوم ها لباس زیر میخرن، متوجه شدن که چقدر فروششون رو میتونن ببرن بالا. حالا توی محصولات دیگه هم همینه، یعنی وقتی که ما میایم میگیم که مثلا افرادی که سفر خارجی میرن، ما باید بررسی بکنیم که رفتار اینها به چه صورته، یعنی اینا به چه دلیلی سفر خارجی میرن. بعضیا مثلا برای خرید سفر خارجی میرن، بعضیا برای اینکه یک جای جدیدی رو ببینن و با فرهنگ جدیدی آشناشن در حقیقت سفر خارجی میرن، بعضیا به خاطر اینکه یه بیزنسی دارن مثلا در حقیقت اونجا یه سفر خارجی میرن، و هر کدوم یک دلیل خاص خودشون رو دارن. بعد مثلا ما باید از صفر تا صد فانل این افراد رو در حقیقت در نظر بگیریم، که مثلا اول که این فکر به ذهن طرف خطور میکنه که من چه جور سفری میخوام برم، باید چه محصولی بهش ارائه بدیم، آیا باید از جنس محتوای آموزشی باشه یا مثلا محتوای جذاب باشه، چی باشه. بعد که جلوتر میریم توی تصمیم گیری برای خرید چجوری باید کمکش کنیم، اون المان هایی که توی تصمیم گیری براش مهم هست رو چجوری جلوی دستش بذاریم. مثلا اگه میخواد یه هتل رزرو بکنه، مثلا اگه براش تمیزی هتل مهمه، چجوری ما اون تمیزی رو بهش نشون بدیم که توی تصمیم گیری بتونه مطمئن بشه. بعد که خرید، مثلا اول روند خرید رو چطور براش ساده بکنیم. یه نفر که مثلا سفر بیزنس میره،
برای اینکه یه انتخابی رو داشته باشه شاید یه سری موارد براش مهم باشه، یه نفر که تفریحی میره یه سری موارد دیگه براش مهم باشه، و تمام اینها یک سری نقاط مشترک و یک سری نقاط متفاوت دارن با هم و ما باید مثلا یه میانگینی بگیریم بین اینها و بعضی هم در حقیقت همیشه از دست خواهیم داد و نباید بترسیم از این که یک سری از مشتریان از محصولات ما نمیتونن استفاده بکنن، چون ما قبلن بر اساس سگمنتیشنی که انجام دادیم تصمیم گرفتیم که این افراد مشتری ما نباشن. مرسی ازت. من با ترجمه این که تعداد در حقیقت کلید واژه دیگه ای هم هست که میخوایم صحبت کنیم ازت ممنونم، واقعا اطلاعات خیلی خوب بود، ازت خداحافظی میکنم، ادامه شو با مهدی به جلو. مهدی جان مرسی، متشکرم از این که مرسی. من نمیدونم اصلا میتونم الان کاری بکنم، فکر کنم خودت باید بری یا این که نمیدونم. من فقط تو رو میتونم فالو کنم که کردم الان ندارم. ببین میتونی فکر کنم باید اینستا یه لحظه ببندی چون هیچ دکمه بستنی من ندارم اصلا. امتحان میکنیم. عجیبه واقعا. آها آره همون راهش این بود. ممنون از مهیار دوباره، دست در نکنه مهیار کلنجوری که اینقدر اطلاعات میده مهیار، مثلا من 90% مواقع اینجوری هم خیلی دیپ میره، یعنی برعکس من که من سعی میکنم همه چیز سطحی بگم، مهیار خیلی دیپ میره. الان بیشتر هدفم بود که صرفا خیلی سریع یه سری کلید واژه به گوش بچه ها بخوره، بعد یه وظیفه خودشونه که برن و تو این کلید واژه عمیق بشن، واقعا دیگه توی این مقال نمی گنجه. حتما با مهیار جدا به نظرم برنامه داشته باش. خیلی میکنم در حوزه در حقیقت بیزینس احتمالا با مهیار بتونیم خیلی صحبت بکنیم، چون که دید خوبی من احساس کردم از اون برداشت. خوشحال میشم مهیار جان اگر چنین فرصتی به من و بقیه دوستانی که هستن بدید. آقا آره بریم خیلی جلو که فکر میکنم خیلی وقت کشتی. آره عرضم بخواد ببینید تمام این چیزایی که الان صحبت کردیم، سگمنتیشن و CRM و همه اینا که حالا یه سکشن های مختلفی داره، میره زیر مجموعه کاستومر دیسکاوری، که کاستومر دیسکاوری یه بخش کوچیکیش میشه پرسونا. حالا ما دیزاینرها فکر میکنیم که آقا پرسونا همه چیز رو در واقع مثلا کاور میکنه. پرسونا بر هدف پرسونا اینه که ما در واقع به صورت فرد به فرد یک کم رفتار کاربرهامون رو دیپ بشیم توشون و بفهمیم. ولی سگمنتیشن اینجوری که تو یه قضیه رو واید ترش میکنی. حالا میگی آقا من پرسونا مثلا میگی آقا یه پرسونا دارم مثلا نرگس، حالا نرگس ها رو میگی آقا مثلا سگمنت نرگس ها مثال میزن. اونجا دیگه میری برای نرگس ها به خصوص کار میکنی که حالا دیگه خیلی معیارش توضیح. به نظرم تفاوت همین در حد سگمنتیشنی که این ور اون طرف بوده دیگه، ما این ور سگمنتیشن داده های میگم اولا که یک نفر رو به عنوان که حتی ممکنه یه اسم فرضی براش انتخاب بکنیم نمود این دسته در نظر بگیریم و متناسب با اون در حقیقت دیزاین بکنیم، احتمالا خیلی ثابت باشه مگر اینکه نیاز به چرخش باشه و تغییرات داشته باشیم. ولی خب فرق ممکن دادای دموگرافی باشه، سواق خرید باشه، چه برندایی رو دوست داره باشه، یعنی حج اینکه چه نیازی داره، چه مشکلی داره، چه جوری مشکلشو حل میکنه، همه اینا هم این طرف داریم که البته اونورم هستا، یعنی به هر حال تو سگمنتیشن مارکتینگ یه بخش مهم میشینه که آقا این آدم ها رو کجا میتونی پیدا بکنی، که خب به تب شاید به یک مقوله دیگه ای هم اشاره بشه تو مارکتینگ، ولی این و من احساس میکنم به جنس نیازه خیلی بیشتر توجه میشه تا جنس اینکه کجا پیداش میشه کرد. حالا خیلی میتونیم مثلا دیپتر بشیم، به نظر میتونیم تایتل بعدی رو صحبت بکنیم. آره بریم بعدیشون. واقعا عرضم به خدمتت که ببین ما تا الان دو دسته جان از مهیار تشکر کردم بس ببخشید ما تا الان دو دسته تقریبا موضوع رو کاور کردیم. یه دسته دسته ایه که
در واقع چجوری بفهمیم مثلا ولیدیت بکنیم که چه چیزی خوبه چه چیزی بده، و دست دو اینه که به عنوان یه دیزاینر چجوری بفهمیم کاری که کردیم خوب و اثر بخش بوده. تقریبا بیشتر راجع به اینها صحبت کردیم. در زمینه این که حالا چجوری ولیدیت بکنیم که چه کاری بهتره بریم سمتش، ما یه چیزی داریم مثلا میگم که مثلا من میخوام یه پروداکتی تو ذهنمه به عنوان دیزاینر میخوام اینو خلقش بکنم. حالا ممکنه دیزاینر باشم، ممکنه پروداکت منیجر باشم، در هر حالت یه چیزی که مارکترها خیلی ازش بهره میبرن و دیزاینرها خیلی کم ازش بهره میبرن مارکت ریسرچ. ما یوزر ریسرچ میکنیم، همه کار میکنیم، ولی مارکت ریسرچ رو تقریبا میتونم بگم خیلی شاید حتی ندونن چیه دقیقاً و اصولش رو ندونن، خیلی موارد خاص رو ندونن که آقا به چه درد میخوره. و دیزاینرها از همین مقوله مارکت ریسرچ میتونن به شدت استفاده بکنن برای اینکه ولیدیت بکنن و چیزهایی رو خلق بکنن که واقعا خلق ارزش میکنه برای کاربر فاینال. مثال میزنی لطفا؟ آره برات مثال میزنم. عرضم به خدمتت که ببین، برای مثال من الان میخوام بدونم که برای مثال بخوام بهت بگم میخوام یه وبسایتی بزنم که مثلا یه استارتاپی میخوام رو بندازم که هر کسی بستنی به من سفارش بده، من بستنی رو مثلا برای موقعیت‌های خاص با شکل عکسایی که برام آپلود بکنه درست میکنم. مثلا این استارتاپ هم مثلا اینه، حالا هر چی که اسمال بیزینس در واقع این بیشتر میشه، ولی خب میخوام این کارو انجام بدم. حالا میخوام ولیدیت بکنم این رو. اینجا دیزاینر شاید اولین کاری که میکنه اینه که بره با دو نفر صحبت بکنه و مثلا یه پرسونایی سعی بکنه بسازه و بخواد در واقع چی بهش میگن، بخواد مثلا خیلی سریع جامپ بکنه توی تولید محصول و خیلی استپ ها رو اینجا اسکیپ میکنه. مارکت ریسرچ اینجا چه کمکی به ما میکنه؟ به ما کمک میکنه که اطلاعات به دست بیاریم. از چه طریق؟ از این طریق. مثلا خیلی راحت، مثلا یه ابزاری که اصلا دیلی دیزاینر رو باید استفاده بکنن و نمیکنن، یکیش گوگل ترنده. ابزار عادیشو میگم تا ابزارهای خیلی در واقع سطح بالاتر که پریمیومن و باید مثلا ماهیانه 2300 دلار خرج بکنی تا اطلاعات به تو بدن. و از گوگل ترند میشه فهمید، از سرچ های ساده مثل ابزارهایی مثل در واقع کیورد فاندر خیلی راحت. یعنی کسایی هستن که مارکترها ازش استفاده میکنن، کسایی که مارکترها از متخصص اون از این ابزار استفاده میکنن. ولی یه دیزاینر کافی یه دونه ابزار کیورد تول برای خودش داشته باشه تا بدونه روزانه هر چیزی که سرچ داره میزنه چقدر تقریبا استیمه تو دنیا یا تو یه کشور به خصوص داره راجبش سرچ میشه. چیزی که خیلی از دیزاینرها من وقتی باشون صحبت میکنم میگن واو عجب چیزی، مثلا نمیدونستیم مثلا همچون چیزی. در صورتی که برای مارکتر این جزء سیمپل ترین کارهای روزانه شده. و اینجوریه که مثلا همین کیورد تول هایی که میگم، من سرچ میکنم که برای مثال یه سوالی تو ذهنمه، میخوام ببینم که آقا مردم دیگه همین سوال دارن یا نه. الان خب سایت هایی مثل کوئرا و اینا هست که میری توش ببینی که مردم سوال دارن یا نه. اونجاها میتونی در وهله اول بری ببینی که کسای دیگه بوده که این سوال براشون پیش اومده باشه یا نه. در رده بعد میتونی تو خود گوگل با همین ابزارهای کیورد تول بهت استیمه دقیق، تقریبا دقیق میتونه بهت بگه که مثلا این کلمه یا این جمله که سرچ کردی توی ماه گذشته مثلا توی آمریکا مثلا 30,000 بار جستجو شده، که خود این نشون میده که قطعا یه پرابلمی هست که مردم دنبال سولوشنن براش. حالا در اینجا مثال من این بود که جانم من اینجا یه کلید واژه رو گفتم بهش اشاره بکنم، مارکت سایز، که فکر کنم اینو در حقیقت بعد توی خلال صحبتش به اشاره بکنم. آره. ببین این برای اینی که کلن بیسیک قضیه رو متوجه بشی، بعد حالا برای اینکه مارکت سایزت رو در بیاری باید بری اینا که گفتم بیشتر برای این بیس قضیه رو مطمئن بشی که اصلا مسیرت رو داری درست انتخاب میکنی. سلوشنی ندی که مردم مثلا ماهی 5 بار راجع بهش جستجو میکنن. خب قطعا گوگل به هر حال به عنوان یه پلتفرم بزرگ داره نشون میده که مردم دنبال چی هن. و تو باید از این به بهترین شکل ممکن استفاده کنی. گوگل ترند، کیورد تول های مختلف که حالا ابزاراش هم کم نیست، توی گوگل سرچ بزنم پیدا میکنم بچه‌ها. عرضم به خدمتت که حالا مارکت سایز کلان چیه؟ مارکت سایز برای اینه که ولیدیت بکنی که آقا حالا من فهمیدم که یه سایزی وجود داره، یه چیزی به هر حال وجود داره، ولی سایزش دقیقاً چقدره. مثلا اگر من بیام این خدمات رو بدم، آیا قراره با 200,000 نفر روبرو بشم که مشتری منن، یا با 500,000 نفر یا 5 میلیون نفر؟ خب این در نهایت توی اون رونیو نهایی و موفقیت بزرگی که میخواین تاثیر داره. خیلی از بیزنسمن ها با همین ابزارهای ساده یه ایده جذابی دارن، مثلا میگن عجب ایده خفنی بزنم رسید، میرن مثلا مارکت سایزشون میبینن میگن نه این ایده ای نیست که ما بخوایم،
روش کار بکنیم. چرا؟ چون مثلا آره دقیقاً، مثلا طرف میگه خب من خیلی عاشق این کارم که مثلا اینو انجام بدم، ولی میره مارکت سایزش رو میبینه مثلا نهایتاً 500 هزار نفره، ولی اون دنبال اینه تو زندگیش که مثلا به 50 میلیون نفر خدمات بده. تو وقتی میخوای 50 میلیون نفر مخاطبت باشن، میری مثلا یه چیزی مثل اینستاگرام پینترست راه میندازی، نمیری مثلا یه اپ چت مخصوص مثلا ناشنوایان برای مثال راه میندازی، چون ممکنه عددش خیلی پایین تر باشه و ناشنوایان نبخشی نابیناها و ارزم بخواد نمیری مخصوص اونها راه بندازی، چون میگه آقا من چیزی که دنبالشم از این طریق بهش نمیرسم. اینجا پای مارکت سایز میاد مثلا، که ابزارهای مختلف داره که اکثرشون پریمیوم ان، متاسفانه از دو ایران هم سخت میشه گرفتشون، اسمشون هم یادم نمیاد. یه سرچ کوچیک بزنیم پر از این ابزارها میاد. چیکار میکنه؟ میاد مثلا برعکس ایران تو کل دنیا اینجوریه که همه چیز شفافه، مالیات ها شفافه، درآمد ها شفافه، ولی خب تو ایران هم یه سری شرکت ها هستن که شفافه، مثل شرکت های بورسی. تو خیلی راحت از روی آمارهای شرکت های بورسی مثلا میتونی بفهمی که یه مارکت چقدر سایزش هست و چقدر مثلا کپاسیتی داره و چقدر اقیانوس آبی و اقیانوس قرمز. اقیانوس آبی و قرمز هم که نمیدونم بچه ها تعریفشو میدونن اونا که میشنن یا نه، خیلی ساده بخوام بگم اقیانوس قرمز به جایی میگن که تو پر رقیب دورت. مثلا میگم تو الان بری یه اینستاگرام دیگه بزنی، همینجوری که مثلا بچه های آپارات و اینا یه دونه گوگل بارومتر که این کار رو میکنه و همینی که من احیار رو نوشت، اینم رایگان است، من پولیاشو میشناسم واقعا. عرضم به خدمتتون که اینم نه شانس ماهیه، عرضم به خدمتتون که میه نگاه میکنه که یه لحظه وسط صحبت ببخشید یه چیزی رو بگم. ببین مارکت سایز یه ذره در حقیقت بلند بلند فکر کنم، در حقیقت اینجوریه که بخوام با مثلا بگم، میگم آقا من مثلا دارم یه اپلیکیشنی میسازم، همینجوری اگه حساب نکنم میگم خب که من 70 میلیون جمعیت داریم، خب 70 میلیون پس همه اینا مشتری هم. خب اولا همینجوری بخوام چیز بکنم، میگم آقا خب اولا که دسترسی همه که به اینترنت نیست، ثانیا اپلیکیشن یعنی گوشی هوشمند، همینجوری این کوچیک‌تر میشه، بعد مثلا طبقه اجتماعی خاص میشه، باز کوچیک‌تر میشه، همسالون، در نهایت میرسیم به تعدادی که آقا این کلن اگر من بخوام 100% این بازار رو برای خودم بکنم، آقا مثلا کل این 100% میشه 1 میلیون نفر. اگر بخوام حالا از اینام یه ذره بیزینسی میشه دیگه، از اینا مثلا روز ماهیانه 10,000 تومان بگیرم میشه اینقدر، هزینه راه اندازی بیزینس من این بیزینس اینقدره، آیا با هم دیگه همخونی داره این چنین کاری یا نه. یکی یه چیزی هست تحت عنوان چالش فرمی، اگر اشتباه نکنم، نمیدونم آشنایی داری باهاش؟ نه آشنایی ندارم. آره خیلی چالش باحال، بعضیا تو HR مثلا بچه ها میرن مصاحبه از این چالش های فرمی ازشون میپرسن که فقط مدل فکر کردن رو میخوان برسن بهش، که میگن آقا مثلا به نظر توی تهران چند تا پنجره وجود داره. خب فرض بکن که آقا مثلا تو میخوای یه بیزینس شستشوی مثلا پنجره توی تهران رو اندازی کنی، میخوای یه حدودی داشته باشی آقا چند تا پنجره توی تهران وجود داره. بر اساس این مدل دقیق فکری چالش فرمی، اگه کلن چالش باحالی هم از افراد خودشون سرچ بکنن، یه سری سوالات در بیارن و فکر بکنن، مرتبه در حقیقت جواب دستشون میاد با تقریب خیلی خوبی که میتونن روش استناد بکنن. کلن این هم برای HR، بعضی HR ها واقعا چنین سوالایی میپرسن چون مدل تفکر بچه ها میخوان در بیارن. بعضی هم که میگم ممکنه تو برای پیدا کردن حجم بازار به درد بخوره. آقا برزاد ببخشید. آره اینم که میگی خب خودش روش مناسبیه. دقیقا من بیشتر داشتم الهاز چیز نگاه میکردم، مالی نگاه میکردم که مارکت سایز رو ببینیم، نه صرفا عدد تعداد کاربرها، که باز تعداد کاربرها میشه حجم کلیش. به هر حال یه عده دست برندهای مختلفی، یه بخشایی که اصلا تو به سختی میتونی بگیری، مگه اینکه در واقع انحصار ایجاد بکنی یا به نوعی شکستشون بدی، مثل کاری که استنفود کرد دیگه. داشتم 100% الان برای خودش اینجوری عرضم به خدمت که میای نگاه میکنی مثلا با همین گوگل بارومتر، که حالا خودم کار نکردم باهاش، نمیدونم دقیقا همون چیزی که مد نظرم یا نه، ولی یه سری استاتیک های دنیا رو بهت میگن. مثلا اگه من تو دوپلی دنبال اینم که
تشکر. من توی دو پی یه لحظه حمید رضا، به عنوان سال اچ آر اینو میپرسی؟ بنزین رو فهمیدم، پمپ فقط بنزین میشه دیگه. نه نمیشد بزنین، اشتباهی. نگفت. برو برو ببخش، من میپرم، ببخش. خواهش میکنم. اصلا به خدمت که اصلا کجا ها ادوبی رو مثلا من میام نگاه میکنم، من میخوام مثلا میخوام برم پیش اینوستور بگم آقا بیا به من پول بده، من میخوام جذب سرمایه بکنم، مثلا برم لول بعدی دوپلی و اینقدر پول لازم دارم. خب سرمایه گذار میخواد مارکت سایز منو ببینه، یا به قول معروف مارکت والیدیشن من رو ببینه، چون اینکه تو ادوبی رو به عنوان پروف بیاری، مثلا کنوا رو به عنوان پروف بیاری، میشه مارکت والیدیشن، والیدیت میکنی که آقا یه دیمندی هست. اون مثال اول هم جز ولیدیشنه بود که مارکت ولیدیشن رو انجام بدی، که همین هم میشه مارکت ریسرچ دیگه، گیج نشی. مارکت ریسرچ دو بخش، حالا دو بخشش تو ذهنم، مارکت ولیدیشن و مارکت سایز، و که حالا دیپتر هم میشه شد تو اینا. مارکت ولیدیشن میشه همون سایز ساید، این که ادوبی رو مثلا میگه، مثال میزن میگه ادوبی مثلا تو کوارتر اول اینقدر درآمد داشته، کنوا اینقدر درآمد داشته، این اینقدر پروفیت داشته، این اینقدر پروفیت داشته، این مثلا گروس ریتش اینقدر بوده، مثلا تعداد یوزرهای پیمنت با پیمنتش مثلا اینقدر رشد داشته، این اینقدر افت داشته. تو بعد میای مثلا میری سایت های کوئرا و گوگل و اینا، میبینی که چالش های مردم چیه. مثلا یهو میبینی که توی ادوبی، سیستم ادوبی، مردم دارن آن سابسکرایب میکنن، میرن سراغ اپ های دیگه مثل افینیتی دیزاین و افینیتی دیاگرام و نمیدونم اینجور چیزا، یا میرن سراغ پروکرییت به جای ایلاستریتور، یه عده میرن سراغ کنوا، یه عده ولی میبینی تو کنوا مثلا دوچار چالش این شدن که رسیدن به صف. یعنی آقا ما کنوا خیلی برامون خوبه، خیلی ایزی تو یوزه، ولی مثلا میخوایم بریم لول بعدی، دیزاینمون رو خیلی قوی تر بکنیم، کنوا مثلا این 10 تا ابزار رو نداره، دوباره مجبوریم بریم ادوبی. و اینا یعنی قشنگ همش میشه ولیدیت کردنه، و یه بخشش هم میشه سایز، مارکت سایز تو میخوای در بیاری که ببینی خب مثلا نگاه میکنی میبینی اینقدر فوتوگرافر تو دنیا وجود داره، آماراش هست ولی پولیه. حالا نمیدونم گوگل اسمش یادم رفت چی بود، آره گوگل بارومت، نمیدونم اینا رو میده یا نه، ولی قشنگ آمارایی که سایت های مختلف میدن، میگن آقا اینقدر مثلا فوتوگرافر فریلنسر تو دنیا استیمیت هست، اینقدر مثلا شاغل رسمیه مثلا فوتوگرافر تو آمریکا هست، اینقدر تو کانادا، اینقدر مثلا تو مثلا استرالیا و جاهای مختلف. حالا منی که مثلا دارم دوپلی رو ران میکنم یا دیزاینر دوپلی هم، اگر یه فیچری بخوام بگم، مثلا یکی میاد تو دوپلی میگه آقا ما راجع به رنگ همه کار کردیم، بیا مثلا این کارا رو هم بکنیم. خب من میگم مارکت سایزمون چجوریه، مثلا چقدر دیمند داره این موضوع. میاد میگه ببین مثلا اینقدر، در فرض که سگمنت فوتوگرافرها رو در نظر گرفته، میاد میگه ببین مثلا اینجا فوتوگرافرها مثلا مخاطب ما هست، اینقدر فوتوگرافر داریم که اینقدر فوتوگرافر اینقدرشون دنبال این سلوشنه بودن آلردی، یعنی براش سرچ کردن، براش سوال پرسیدن، اینقدرش رفتن دنبال این سلوشنه و پیداش کردن این همون سلوشن است. بیایی مثلا نگاه هم من کردم به این بنچمارک کردم، این هم لیست بنچمارکش، و تمام اینا خیلی این باز گسترده میتونه باشه. تمام اینا رو میذاریم کنار هم دیگه، درآمدا، تعداد کاربرها، تعداد افرادی که مستعد استفاده از این هستن دیگه. والتر وایت هم این کارو میکرد دیگه، یعنی برای استفاده از شیشه هایی که درست میکرد، والتر وایت هم مثلا میومد حساب کتاب میکرد، آره من اینقدر مثلا جوون داریم، اینقدر مثلا تولید بکنیم، میتونیم کل اروپا رو مثلا کاور بکنیم. و از این جور کارها مثلا خیلی مهمه که انجام بدیم. دیزاینرها کمتر میرن سمت این چیزا، و دوست داریم که من باورتون شاید نشه، من دیزاینر دیدم مثلا با کار میکردم میگفته که آقا این خوشگله دیگه، بیا انجام شد. ببین البته این اسکیلی که الان صحبت کرده دیگه واقعا خوبه که دیزاینر مفاهیم رو بدونه ها، ولی دقیقا. اگر دیزاینر مثل مثلا ایر بی ان بی که خب خود مدیر عامل دیزاینر کلا، آره خب بهتر، ولی واقعا دیگه تو لول بیزینسه که بخواد این حساب دو تا چهار تا بکنه که آقا ما مارکت کپمون چقدر، اصلا داریم وارد دریای سرخ میشیم یا اقیانوس آبی میشیم، این چیزای بیزینسیه که گفت همونجور اول صحبتم داشتیم، خوبه که جلسه داشته باشیم تو این حوزه که اصلا حالا یک دیزاینر چه چیزهایی باید از بیزینس بدونه، که گفتم شروعش من کتاب خلق مدل کسب و کار بابل بوک این حوزه است، حتما بچه‌ها بخونن. ولی میگم به نظر یه ذره داریم میریم تو اون سطحی که صرفا دونستنش خوبه، ولی
خیلی شاید به کار ما نیاد. یه سری بخشای کوچیکش به کار اون میاد، مثلا ما دیگه نمیدیم یه دیزاینر اگر بره مثلا دنبال مارکت سایز، مثلا 2 هفته از تایم کاریشو بذاره رو مارکت سایز، ماه دوم اخراج میشه. چون میگن آقا ما از تو اینو میخواستیم، تو خودمون مارکت سایز رو میگرفتیم مثلا و تو به ما میگفتی و میگرفتیم. ولی خب دونستنش یه مسئله دیگه است کاملا. در اینکه من اینجوری در نظر میگیرم هر دیزاینری ممکنه چند وقت دیگه بشه دیزاین لید، چند وقت دیگه بشه مثلا پروداکت منیجر، پروداکت اونر، یا حتی بالاتر از اینو، چون این وای نمیسته. من اینم که پروداکت منیجر دارم میشم و تو راهشم، هنوز خودم رو پروداکت منیجرم نمیدونم من. و من اینم که گام برداشتم به این سمت، دارم به وی پی اف پروداکتم نگاه میکنم همینطوری که میرم. پس هیچ وقت نمیدونم نگاه بکنم بگم خب من پروداکت منیجرم پس همینقدر کافیه. نه، میرم 10 تا کتاب رهبری میخرم، 10 تا کتاب بیزینس خفن میخرم و اینا رو با هر سختی شده میخونم، چون میدونم آقا میخوام گام بعدی وی پی اف پروداکت باشه. آره، ببین مدیر محصول کلا که نیاز همه اینا رو بدونه، واقعا نیازه بدونه. حالا بعضی وقتا ممکنه تخصصش توی حوزه خاص باشه، تو چیز دیگه کم تخصص‌تر باشه، که طبیعتاً اعضای اون تیم کمکش میکنن که توی اون حوزه که زر، ولی باید به هر حال ادبیات رو بشناسه. همطور که هم که حمید گفت، این نقش بیزینس دیولپمنت که بره بیزینس سایز رو در بیاره، 2-3-4 تا بکنه که داستان از چه قراره. خب بریم جلو. از حمید تشکر کردم، بریم جلوتر. عرضم به خدمتت که دیگه چه چیزایی رو باید بکنم دیگه، من خودم مغزم رو رد گفتی نوشتی روی پی سی. آره، اونایی که ببین خیلی چیز دیگه هم هستا. ببین مثلا الان یه چیز دیگه نوشتم، نمیدونم بگم یا نگم، مثلا استراتژیک مارکتینگ، که اصلا لازم نیست ما بدونیم اینو، ولی به مفهوم کلیش اینه که آقا به هر، بازم همین برمیگردیم که مارکترها میکنن، دیزاینرها چرا نباید بکنن این کار رو. یعنی استراتژیک دیزاینر یا استراتژیک دیزاین، که بازم مثلا میره تو لول های بالا. الان شک کردم که بگم یا نگم، به هر حال چیزیه که یه دیزاینر به هر حال یا خودش اینو داره، یا مثلا مدیر محصولش اینو داره، یا وی پی آف پروداکته داره. اینو به هر حال یکی باید داشته باشه که آقا با دیزاین من باید یه استراتژی پشتش باشه. دقیقا همون استراتژی در واقع بیزنس رونیو، بیزنس مدل، همه اینها استراتژیه که یه دیزاینر بدونه بد نیست. و حالا نمیدونم خیلی واردش بشم یا نه، ولی سعی بکنیم ذهن استراتژی که خودمون رو قوی تر بکنیم کلا به معنی دیزاین. آره کاملا موافقم. بحث تفکر سیستماتیک، همه اینا واقعا جزء چیزای خیلی مهمیه که باید در نظر داشته باشیم. ولی به نظرم دیگه اینا میره تو لایه بیزینس و بعدا حالا توی لایه حوزه. آره خیلی مباحث دیگه هم هست، من الان دارم نگاه میکنم الان بهشون اشاره نکنم خیلی بهتره. چون که بازم میره تو لبل های خیلی بالاتر، یعنی دیگه خیلی اجی ان اونا، یعنی خیلی لب مرزن. به نظرش هم جوریه که همه اینا رو بچه ها بدونن خیلی بهشون کمک میکنه. ولی فکر کنم یکی دو مورد هم هست که نگفتیم، مارکتینگ رو نگفتیم. آره افیلیت رو نگفتی. آها سی آر او هم باید صحبتی بکنیم. کرده فوق کاستومر ریتنشن اپتیم چی؟ آها کامبرژن ریتنشن اپتیمایزر. آره اپتیمایزر همیشه سی آر او رو با همین الان درست دارم میگم یه چیزیه خیلی زیاده. من با او سی آر همیشه اشتباه میخوام بگم، سی آر رو میگم او سی آر، که اصلا یه چیز دیگه است کلا برای در این کپتا ها. میاد من اینجا نوشتم سی ال تی، الان یادم نمیاد سی ال تی چیه. نمیدونم واقعا، حالا یادم اومد اونم یه جلسه بهتون میگم. ولی خیلی واقعا اصطلاحات زیاده، بازم تاکید میکنم هاب اسپات و ابزارهای آنلاین. به خود انسانیمون اصلا اعتماد نکنیم. من خودم جلسه پیش رفتم لایومو دیدم، مثلا از خودم باگ در می آوردم، چون خیلی از زندگی ما داره به شکل غریزی و ناخودآگاه میگذره. نصف حرفای من انقدر من اینا رو تکرار کردم دیگه شاید آگاهانه نگم اینا رو کامل. و بهترین چیز سودت دوچار گوگل افکت هم شدیم، میگم به واسطه این که خب هر چی بخوای تو گوگل هست. من نوشتار خیلی از اینا رو واقعا یادم نیست، در لحظه فارسی رو یادم نیست، مثلا قسطنطنیه چجوریه میرم خب سرچ میکنم
نیازی ندارم حفظ کنم و خیلی هم حافظمون بد شده متاسفانه. بریم این دوتا افیلیت هم صحبت کنیم، چون افیلیت خیلی نکته مهمیه و خیلی کم هم واقعا اطلاع دارن ازش. UTM هم صحبت نکردیم. آقا این ستا رو صحبت کنیم جمع بشه بریم. UTM رو فکر خود بیشتر باید صحبت بکنید، چون من دانشم خیلی حد اقلیه تو UTM. عرضم به خدمت که شادم نباشه، حالا بریم جلو یودیلی بلد بودم بیشتر. عرضم به خدمت که افیلیت مارکتینگ یه نوعی از مارکتینگه، مثل همون رفرال و اینا که صحبت کردیم، اینقدر داره زیاد میشه. به نظرم بچه ها این رو دیدن یه بار دیگه ببینن ولی یادداشت بکنن حتما، چون اینا خیلی راحت میکس میشه با هم. افیلیت مارکتینگ برعکس رفرال، توی رفرال مارکتینگ ما میایم میگیم که آقا تو برو ما رو معرفی بکن، اگر مثلا این 10 نفر یکیش اومد عضو شد یا مثلا اون اکشن مد نظر ما رو انجام داد، ما مثلا به تو 10,000 تومان یا 10 دلار میدیم و اکانت تو مثلا شارژ میکنی به اونم 10 دلار. رفرال یعنی در واقع سیستم جایزه‌ایه جورایی، مثل حالا مسابقات اینستاگرام اینا هم زیاده دیگه. عرضم به خدمت، ولی افیلیت نقطه عکس اینه. ما میایم میگیم که آقا ما یه کد به تو میدیم، خیلی سادهش، یعنی من کاربر عضو میشم به عنوان فروشنده. مثلا من فکر کنم من مدیر مثلا یه مجله خبری ام، دنبال راه درآمدزایی ام، از اون ورم دیجیکالا دنبال فروش بیشتر محصولاتشه. حالا کسای دیگه هم هستن که اینا رو میتونن استفاده بکنن، یعنی محدودیتی نداره. ایران هدفون هست، انقدر دیجیکالا رو گفتیم بذار بقیه رو بگیم. ایران هدفون هست دیگه، نمیدونم توروب هست، همه این، حالا توروب خیلی به اون منظور خیلی نه، ولی همه اینا به یه شکلی میتونن از سیستمشون استفاده بکنن. و من میام میگم آقا من میخوام بیشتر بفروشم به عنوان دیجیکالا، تو میخوای بیشتر درآمد داشته باشی، درآمد تبلیغات برات کافی نیست، من چیکار میکنم؟ تو اینفلوئنسر، تو سایت دار، تو مجله دار، من یه کد در اختیار تو میذارم، این کد مختص توه و تو این کد رو باهاش وقتی اساینش میکنی به وبسایتت و باهاش هر تبلیغی از من توی وبسایتت یا توی سوشال مدیات یا هر جا بذاری، در واقع بابت هدیه فروش مثلا تا 60 روز آینده یه کامیشنی گیر تو میاد. حالا یکی 10% کامیشن میده، یکی 20%، نمیدونم دیجیکالا و اینا چقدر. و مثلا اینجوریه که آقا من به جای اینکه بیام تبلیغ فلان سایتو بذارم سایتمو کثیف بکنم، میام محصول دیجیکالا رو خودم دستچین میکنم، توی مجلاتم براشون محتوا تولید میکنم، بعد روی اینا هر کی کلیک کرد تا 60 روز بعدش هر کی از همون لینک خرید، حتی اونم نخره، بازم اینجوریه که روش کلیک بکنه بره از محصولای دیگه تا 60 روز آینده خرید بکنه، چون اون کار برای من رفرالش من بودم و در واقع من مشارکت کردم باهاش، اون کاربر بازم کامیشنش گیر من میاد، یعنی فروشش. من یه تجربه بگم. اولا که الان بچه اگه دم دستتونه سیستم affiliate.digicala.com و اگر برن داخلش، اصلا سیستم افیلیت دیجیکالا اونجا یه لندینگ پیجی معرفی شده که آقا میگه بیا لینک اختصاصی بردار برو و در حقیقت فروش انجام بده و کمیسیون دریافت کن. این دیجیکالا همین الانش مثلا فونتیران، من مسلم ابراهیمی هست یا نه، فونتیران اینجوریه که شما میتونی بری فونت هایی که توی فونتیران هست رو اولا توی سیستم افیلیشن فونتیران شرکت بکنی. من الان مثلا شرکت کرد، یه لینک اختصاصی بهت میده، اون لینک رو میذاری برای دقیقه حالا هر شبکه ای داره. مثلا من تو ویرگول هم آخرین مقاله گذاشتم، افرادی که از طریق اون لینک برن داخل و یه خریدی انجام بدن، یه درصدی کمیسیون به من میرسه. یعنی یه ذره دیگه از جنس همونطور که گفتی ریفرال نیست. چند درصد بهت میرسه تو دیجیکالا توی چیز فونتیران؟ ولی هنوز نمیدونم دقیقاً چجوری گذاشتم که ببینم چجوری، چون خیلی نخوندم میشه، ولی خیلی عدد زیادی فکر نمیکنم. حالا این اتفاق هست، یه گفتم اولا که مثال خواستم بزنم، ثانی از یه زاویه دیگه هم به این ماجرا نگاه بکنم که برسم بهش. دو سه تا چیز دیگه هم این وسط، آره یه جور بیز دیجیتال شده میشه گفت. شاید هم الان از این زاویه که بیام میبینیم خیلی بیزم نیستش. چند تا مفهوم خیلی مهم داریم که باید در موردش صحبت کنیم. یکی CPM که آقا میگه زمانی شما یه بنر تبلیغاتی رو توی وبسایت میذاری، به ازای هر 1,000 تا نمایش مبلغی رو باید پرداخت بکنی. خب قبلا
شما بنر تو تبلیغاتی توی یه سری سایت ها مثلا ورزیسته میری ماهیانه پول میدی، میگی آقا من یک ماه بنر گوشواره مثلا این سایت رو میخرم این تومن. حالا اینکه میخواد یه نفر ببینه، 10 نفر ببینه، یه نفر کلیک بکنه، هرچی به کنار، پس یه پلن ماهیانه وجود داره. میگه آقا این وبسایت این جایگاهش این تومن پرداخت میشه. یه مدل دیگه که گوگل ادورز و کلیکیاب و فست کلیک و یکتانت و همه اینا داشتن انجام میدادن، حالا که همه یکتانت همه رو قلقم کرد، اینجوریه که میگه سی پی ام، یعنی به ازای هر 1000 نمایش من، یعنی 1000 نمایشی که نه لزوما کاربر میبینه، 1000 بار باز میشه اون در حقیقت وبسایت باز میشه و بنرم تو صفحه است. حتی ممکنه کاربر تا اونجا اسکرول نکرده باشه که اون بنر رو ببینه، ولی 1000 بار نمایش شمرده میشه. سی پی ام مخاطب چی میشه؟ کاست پر مایل. خب آره. بعد حالا بعد این اتفاق که افتاد، اومد یه ذره جدیدتر آدم ها گفتن خب این که معلوم نیست اصلا تبلیغ من دیده شده نشده، امسال ها مفهومی اومد تحت عنوان سی پی سی، یعنی کاست پر کلیک، که گفتن که آقا من به ازای هر کلیک پول میدم، حالا بیشتر پول میدم ولی لااقل هر کلیک رو پول میدم، که این وسط هم مفاهیمی تحت عنوان فراد پیش اومد که آقا مثلا خود صاحب بیزینس میرفت کلیک میکرد برای اینکه هر کلیکی مثلا برای 100 تومن 200 تومن 300 تومن میافتاد، ربات میفرستاد آدما رو به نحوی، میگفت برای حمایت از من بیاین رو تبلیغ کلیک کنین امثال هم، که در نهایت کلیکایی که اتفاق میافتاد کلیکای معتبر نبود، پس اینم خیلی جالب نبود، هرچند که این وسط به واسطه هوشمندسازی تبلیغات در تلاش بودن بیزینس ها که بهترینش هم گوگله، که تبلیغی رو به کاربر نمایش بدن که بهترین برای اون آدم باشه. اگر مثلا دیروز رفته تبلیغ چمن زنی دیده، الان میاد مثلا کلاه آفتابی بهش در حقیقت نمایش داده میشه که متناسب باشه، چون سلیقه این آدم اینه که بره مثلا چمنشو بزنه، حالا کلاه هم به دردش میخوره. پس این مدل، خب پس اینم یه اشکالاتی داشت. و بعد اومد یک مفهومی تحت عنوان CPA اتفاق افتاد که کاست پر اکشن. حالا این اکشن ممکنه هر چیزی باشه، اینستال باشه چه آره که اینستال باشه، مثلا بهش میگن CPI، که میگن آقا الان خیلی ها اینجوریان که بزه هر نصب اپلیکیشن به تو پول میدن، میگن آقا هر نصب اپلیکیشن 2 تومن 5 تومن 4 تومن، حالا هر عدد ممکن این CPA مثلا بزه هر لید باشه، هر طرف میاد ایمیلشی که وارد میکنه اون تبلیغات چیه پولی میده. یه مدل دیگه هم اینه CPA بزه هر خریده، یعنی بزه هر خریدی که اتفاق بیفته یه عددی پرداخت میشه. حالا این سیر تکاملی رو که در نظر بگیرین، الان رسیده به اینجایی که مفهومی تحت اون افیلیشن یا افیلیت مارکتینگ خیلی باب شده، و اتفاقی که میفته اینه که همون CPA که گفتن کاست پر اکشن، اینجا اومده اون کاسته هم یه ذره متغیر شده و در حقیقت برای اینکه اتوماسیون توش بیشتر اتفاق بیفته، کمیسیونی شده به ازای مبلغ خرید. و از اون طرف هم نگاه کنیم و در حقیقت رسیدیم به همین موضوع. صد بخش من یه لحظه قد خب ما داشتیم پشتر صحبت میکنیم بگوه. خب من صحبتم تموم شد دیگه. این وسط UTM هم بگم، ببخشید که بعد دیگه باز برگردونم. UTM، شما UTM پارامتر رو اگر توی UTM بیلدر رو اگر سرچ بکنین، متوجه میشین که یک صفحه سایت براتون میاره که مثلا میتونین به عنوان یک مارکتر برین اونجا و یه 3 تا المان رو مثلا توش مشخص بکنیم که اینجوری اگر منی که دارم بذار اینجوری بگم، ببین وقتی من یه بنر تبلیغاتی میذاشتم، من مارکتر نیاز بود که بدونم این آدمی که داره روی این کلیک میکنه از کدوم، و آدمی که اومده توی سایت من از کدوم سایت اومده، که بعد بتونم مقایسه کنم با شمارنده‌ای که اون طرف صاحب سایت میگه آقا من 700 نفر فرستادم، تو باید بدونی که چند نفر اومدن از طریق اون، که اگر دیدی مثلا 100 نفر اومدن، خب بگی آقا داری چرت میگی دیگه،
100 نفر اومدن و متناسب با اون حساب بکنید. در نتیجه یک کوئری میان ست میکنن که این کوئری رو خود گوگل آنالیتیکس هم میتونه رصد بکنه اگر اصولی نوشته باشه که میگیم مثلا این از سایت فلان اومده، از کدوم بخشش اومده و بابت کدوم کمپینه، که توی گوگل آنالیتیک هم میتونی اینو رصد بکنی. یه کوئریه که شما آدرس سایت رو بزنی، بعدش یه علامت سوال بزنی و هر چیزی بزنی، هیچ فرقی نداره عملا که این چیه، اینتر بکنی، در نهایت میرین تو همون آدرس سایت یا آدرس اون صفحه. ولی اون کوئریه به ابزارهای آنالیز کمک میکنه که بشمرن این آدم از کجا اومده، این آدم از کدوم کمپین تبلیغاتی اومده، حالا هر بازه، ممکن از نیوزلتر باشه، ممکن اسمس باشه، شورت لینک باشه و امثال. این خیلی کمک میکنه برای اینکه تو بتونی بسنجی این آدمی که داره اومد، این آدمی که اومده از کدوم کانال تبلیغاتی اومده، و در نهایت هم میتونی توی کل سایت هم رصدش کنی، این آدمی که از یک پزشک اومده بیشتر خرید، احتمال خریدش بیشتر بوده تا اونی که از ورزش تیری اومده. خب پس من میرم توی یک پزشک مثلا تبلیغ میکنم، به خاطر اینکه به خاطر این UTM که به شدت چیز جذابیه، میتونم تو کل سایت رصدش بکنم. اینجور چیزا معمولا باید با تصویر نشون داد، ولی کار سختیه فقط حرف زدن، ولی اگه بچه ها سرچ بکنن خیلی راحت متوجهش میشن. آقا در خدمت شماست. از ماست. عرضم به خدمت که فقط همون افیلیت رو کاملش بخوام بکنم، حالا خود توضیحات تکمیلی هم دادی. افیلیت کلا کارش اینه که اون خبرگزاری یا اون در واقع حالا توی چیزم بهش رسانه دار هم یه جورایی میگن، معمولا صاحب رسانه، رسانه دار، اون بتونه درآمد کسب بکنه، فروشنده هم بتونه بفروشه محصولات خودش رو. و عرضم به خدمت کل کاربردش همینه. حالا دیزاینر چه استفاده ای از این میتونه ببرد دونستنش؟ به هر حال تو هر بیزنسی ما دیزاینر رو دنبال اینه که ولیو ایجاد بکنیم، یا اینکه ممکن از آن بخوان اصلا همچون چیزی رو. خوبه که با مبانی افیلیت اصلا آشنا باشیم که افیلیت ساکسسفول چیه، بنچمارک های جهانیش رو بخونیم، بدونیم که تو دنیا مثلا افیلیت چه نرخ مثلا کانورژنی داره، مثلا ویژگی های مختلفش رو کامل بشناسیم، بدونیم که آمازون چه تأثیری داشته توی مثلا چه میدونم دراپ باکس چه تأثیری داشته اگر دارتش، و اینطوری هم نالج خودمون میره بالاتر. همین که میدونیم آقا اگه یه روزی قرار شد افیلیت مارکتینگ به پروداکتی که داریم روش کار میکنیم اضافه بکنیم، دقیقا باید چه قدم هایی رو برداریم تا به یه افیلیت مارکتینگ اصولی برسیم و یه چیزی طراحی بکنیم که واقعا همه رو راضی نگه داره، یعنی هم کاربری که داره از اون افیلیت خرید انجام میده، هم کاربری که داره در واقع به جای تبلیغات استفاده میکنه رسانه دار، همون فروشنده، همه واقعا براشون وین وین باشه، هم لحاظ استفاده، هم لحاظ درآمد، همه جوره. و این کلا با ویژگیش با جان. قبل اینکه افیلیت رو ببندیم من فقط یه چیز بگم. آخه ببندی الان. فکر میکردم که میگی الان دیگه نه اگه بخوای ببندیش میام آخرش من یه چیز بگم قبل اینکه بریم سراغ موضوع جدید. فکر کنم تقریبا هم تمومم، و اینکه چون مفاهیم خیلی گسترده ای داره و الان بذار ببینم تقریبا 6:41 است، یعنی طولانی ترین جلسه مونه دیگه، و گفتم که کامل دیپ نشم توش. و خود بچه ها میتونم بنچمارکاشو کامل بخونم، خیلی ساده ای داره. هی میخوای بپری وسط حرفم نمیذارم. دیجیکالا خوب داره انجامش میده، آمازون اینا خوب دارن انجامش میدن. دیجیکالا تنها بدیش اینه که ظاهرا بعضی وقتا مثلا پرداخت یا دیر میشه، که اونم بازی دیزاینر میتونه براش سولوشن داشته باشه، یعنی بعضی چیزا رو کافی بعضی وقتا بیاریم سمت پروداکت، نبریمشون سمت مثلا اینکه یه تیم مثلا تیم مالی اینا رو روش کار بکنه، مثل لندو که مثلا وام میده و اینجور کارها. خب خیلی یعنی اینطوری لازم نیست تو منتظر بمونی که یه نفر حتما بگه آقا تایید است، و اینا اتومات باشه خیلی بهتره. یه دیزاینر اگه اینا رو هم کامل آشنایی داشته باشه، مشکلاتش هم بدونه، خیلی کمک میکنه به جامعه اطرافش. من فقط خواستم بگم تورو اصلا کلن پلن مالی تورو برسه افیلیشنه،
اگر بریم روی تورو و مثلا یه آیتمی رو سرچ بکنین که دیجی کالا داشته باشه یا هر سایت دیگه ای، ولی مثلا دیجی کالا، روی اون آیتم کلیک کنین برین داخلش، متوجه میشین که اون توی سایت، توی آدرس باری که اون بالا هست نوشته digicala.com علامت سوال و یه کوئریه که نگاه بکنین یه جایش کلمه تورب هست، که بعد اگر شما از طریق تورب رفته باشین تو دیجیکالا و خرید انجام بدین، در نهایت یه کمیسیونی به تورب میرسه. این کلا مدل درآمدی تورب که داره از افیلیشن پول در میاد. یا اینکه ممکنه یه نفری که داره آنباکسینگ انجام میده مثلا تو یوتیوبش، لینکی که میذاره لینک در حقیقت افیلیشن باشه، شما میری خرید میکنی دوباره درآمد کسب میکنی. خیلی عالی. واقعا موضوع اصلی که من میخواستم بگم تموم شده فکر میکنم. دیگه وارد مباحث برند که نمیخوام اصلا بشن و خودش یه دنیای بزرگیه مباحث برند. ولی خب اونم جز دیزاینرها بیچاره، همه چی باید بدونن. آره واقعا ولی خب خیلی، یعنی مباحث برندم خیلی جذابه، ولی من الان دیگه واردش نمیشم. عرضم به خدمت، مباحث بیزینس هم جذابه که اصلا اونم سمتش نریم. بنده خدا گناه دارن دیزاینرهای جوان. دیگه فکر میکنم اصولی ترین و اصلی ترین چیزهای مارکتینگ رو گفتم. واقعا چیز زیادی یه سر چیز هم خود گفتی دیگه، پی پی ای و اینا رو هم که گفتی، پیپر اکشن و این رو چیزها، پی پی ای یا همه رو گفتی تقریبا. من الان چیزی دیگه به چشمم نمیاد، هرچند خیلی هم کثیف نوشتم. آره همه رو گفتم. خیلی خب، من فقط چیز زیاد نمیدونم حالا درست دارم میگم یا نه، نوتریشن نمیدونم، یه همچون چیز اصطلاحیه، اصطلاحش دقیقاً یادم نمیاد، اصطلاحش دقیقاً یادم نمیاد. اگه دارم، اگه کسی اصطلاح درستش رو میدونه بگه، اصطلاحش رو نمیدونم، ولی کاربردش خیلی جذابه. خیلی مبحث ساده ای، اینم بدونیم خوبه، آماده سازی کاربر برای خرید. یعنی اصطلاحش رو نمیدونم دارم درست میگم یا نه، ولی فرایند آماده سازی کاربر برای خرید، این که محتوایی رو در دیدش قرار بدیم، به چه اصولی، به چه ترتیبی، چه دیزاینایی جلو چشش بذاریم، چه کانتنتایی به جلو چشش بذاریم، چه ویدیویی باشه، در واقع به چه با چه مسیری بره جلو، در واقع اون آماده سازی کاربر برای خرید میشه، نه خود عمل خرید. آره. حالا یه وقت مثلا دیجی کالا مگه که ماها رو آماده میکنه، مثلا میاد میگه بهترین لپتاپ های 2020، این یه مثال خیلی ساده شه دیگه. تو پروداکت چجوری میتونیم ازش استفاده بکنیم؟ با مثلا کویک تیپ ها مثلا گذاشته، مثلا میگم دارم از ادوبی استفاده میکنم، یهو مثلا یه پیام میاد که حالا ادوبی این کار خیلی نمیکنه، مثلا کنوا رو بگم دارم استفاده میکنم، یهو یه پیام کوچولو میاد میگه که اگر میخوای از این ابزاری که الان داری استفاده میکنی بیشتر استفاده بکنی، بیا یکم مثلا من آموزش به تو بدم، مثلا یه نکاتی هست که تو نمیدونی، مثلا کویک تیپ بهت بگم. بعد که کویک تیپ ها رو بهم گفت، مثلا اون وسطش میگه آقا 5 تا فیچر پولی هم داره این ابزار، بیا اونا رو هم بهت معرفی بکنم. یعنی من دیزاینر کاربر رو میکشونم توی فانل دیگه که این ابزاره رو بیشتر بشناسه کاربر. اینم یه چیز مهمیه که بچه‌ها روش تحقیق بکنن. آره توی اینجا خود معماری اطلاعات به تبع مهمه، که مثلا صحبتی که مهتاد میکرد سگمنتیشن، فرضاً اگر میدونیم که این آدم به قیمت حساسه یا نیست، خب این که اون عدد قیمت رو توی صفحه چقدر پررنگش بکنیم یا کم اهمیتش بکنیم، مثلا به عنوان یه مثال خیلی اگزاجره و خیلی چیز دم دستی تأثیر گذاره. این که مثلا اگه بدونیم براش مهمه که این فاصله هتلش تا مرکز شهر چقدر باشه، تو بعضی از این سایت ها هستی که مثلا یا این هتل تا مترو چقدر فاصله داره، تا فلانجا چقدر فاصله داره، که برای آدم ممکنه که این دیتا مهم باشه. مرسی ازت. من فقط CRO رو خیلی کوتاه بگم، چون چند بار چیز کردم. آه کلن CRO ساده ترین حرفش اینه، conversion rate optimize کنیم. بیاین با تمام این صحبتهایی که کردیم conversion rate اونو طبیعتا مرحله به مرحله حساب کردیم، میاین و به نحوی با طراحیمون، با UX writingمون، با مارکتینگ، با ابزارهای حتی بیزینسی، با سوشال مدیا، به هر نحوی سعی میکنیم این کانورژن ریت فعلی که داریم، حالا هر عددی که هستش رو ارتقا بدیم، اپتیمایز کنیم، حتی ممکنه پرسونالایز کنیم برای یک شخص
گیم و بهبود انجام بدیم که به این کلن میگن سیارو. هر بچه هایی که کار گروس هک میکنن به همین مفهوم و خیلی ساده میگن گروس هک. آه یکی بچه هم راستی بهم گفته بود که سر گروس هک حتما دعوا بکنید، من وقت نکردم فقط دعوا شده. عرضم به خدمت که آره کلن برای اپتیمایز کردن تمام این مواردی هم که گفتیم همه رو اگه اصولی انجام بدیم عملا اپتیمایز کردیم دیگه، دغدغه نداشته باشید. مرسی ازت، ممنونم.